خب دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه، اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقات بهتری در انتظارتون باشه. روز چهارشنبه است، 29 فروردین 1397 و برابر است با 18 آپریل 2018. خوشحالم که دوستان هستن در فیسبوک. ازشون خواهش میکنم که ویدیوی ما، برنامه ما رو با دوستان دیگه هم شیر کنم، به اونها هم بگن که یه موجودی هست در این آمریکا و از روز اول اگر پدر سوختگی یاد گرفته بود هیچ وقت نمیمد لب مطلب رو بگه، نظراتش رو بگه، دوستان رو از خودش دلخور و مخالفین رو تبدیل به دشمن کنه. میمد مثل اونهای دیگه چاپلوسی میکرد، دروغ میگفت. امروز یا چیز بود، یکی از همین نایی که برنامه ها رو میفرسته از رادیو تلویزیون های دیگه، یه قسمتی از صحبت های آقای میبودی رو فرستاده بود. بعد آقای میبودی در کمال بیشرمی میگه که طرف به اصطلاح مردم آمریکا الان علاقه بیشتری به ترامپ دارن، در صورتی که من گذاشتم روی فیسبوک آقای میبودی یکم این ورانورم سر بکش، نگاه کن دوست عزیز. حتی اونایی که طرفدار ترامپ بودن، حتی مذهبیون، امروز ازش دست کشیدن. و شماها کی میخواین بفهمین؟ راجب کی میخواین بفهمین؟ ما این دوستمون اون روز هم گفتیم این کار زشتیه، شما میتونی زنگ بزنی بعد بگی که سوربی من دارم این برنامه رو نگاه میکنم، گوش بده ببین اینا چی میگن، یا من موافق آقای میبودی هم و مخالف تو هستم. ولی این کار احمقانه است که گوشی تلفن رو ورداری بگیری جلوی رادیوی برای یه تلویزیون دیگه پخش کنی. حالا چون احمقانه هست، اجازه بیادین من این تلفن رو بیارم و زنگ بزنم به کسی که دفعه قبل این کار رو کرده. و خب بعضی وقتا هرچی هم ما تو فرهنگمون میگیم جواب احمقان یا جواب ابلهان خاموشی است، ولی دیگه یه وقت هم آدم نمیتونه خودش کنترل کنه، یکی فوش داد اینم بلا فاصله فوش میده دیگه، درسته؟ بذارید به این خانم که حالا نمیدونم اسمشو نمیگم، چون این روزا میشه با تلفن‌های مختلف به اصطلاح اسم مختلف رو به عنوان اسپوف الان میگه، اور یادتون باشه حالا که اینو داریم میگیم، همینجوری که نق میزنیم یه چیزی هم یاد بگیریم. دوستان اگه یکی زنگ زد به خونتون گفت که ماما جون شماره سوشال سکیوریتی چند، من الان اینجا هستم میخوام ماشینم رو چیز کنم، بگو که ببین بذار من بهت زنگ بزنم. قطع کنید، شما به پسرتون زنگ بزنید، شما به برادرتون زنگ بزنید، شما به خواهرتون زنگ بزنید. اینا شماره تلفن دوستا و آشناهای شما رو میارن، معمولا جایی هم که صحبت میکنن یکم سر صدا ایجاد میکنن، سر صدا ایجاد کردن شما یه سری کاغذ که جلو میکروفون بگیری اینجوری و شما میگی چی؟ مثلا حمید چی میگی؟ نمیفهمی که بابا حالا این حمید نیست، این یه نفر دیگه داره سوء استفاده میکنه. سوشال سکیوریتی تو شماره و بانک و تلفن و اینا رو به هیچ کس اوور د فون ندین، روی ایمیل ندین، مخصوصا مطمئن بشید تماس بگیرید شما به اونا، چون تلفنی که میبینی یا عکسش هم میاد اینا هم متاسفانه کلک شد. ممنونم که آمدید، شما بوی وطن میدهید. خیلی ممنون این دوستمون آقا فرهاد، اون روز یک نصیحتی هم کرده به شما دوستان که مواظب قندتون باشید. اینجا نوشتم آقای فرهاد زمانیان، نوشتم مرض قند، برم روی فیسبوک آقای فرهاد زمانیان مسیجش رو بخونم. چیزای اینجوری رو اب نداره که حتی در حین برنامه یا اگه لطف کنید بعد از برنامه اینجا تو فیسبوک بنویسید، یعنی یه جایی باز شده ما میان صحبت میکنیم ولی این در دیوارش رو بعدا شما میتونید آگهی خودتون رو بذارید، نمیدونه حالی گرفت از فرد آگهیاش نمیذارید اینجا، چیزایی رو که دوست دارید بنویسید و الی آخر. ایشون خطاته، چیزای قشنگی مینویسه و به اصطلاح ترسیم میکنه یا تر میکنه و درباره مرض قند گفته، گویا خودشون هم یه مشکلی پیدا کرده و اینها. حالا بذارید من به این زنگ بزنم ببینم که اینا چی میگن. اولا این بلنگو، بله، بعدم اینو میزنیم آزاد میشه. 732 باقیش هم بگم.
صدای این بو خوب میاد؟ صداشو میشنوین شما؟ صداشو میشنوفین؟ الو، سلام، من سوربی هستم از تلویزیون مردم، برعکس شما که نه اسمتونو میگید نه خودتونو معرفی میکنید. این کاری که شما انجام میدید کار زشتی هست دوست عزیز، که رادیو یا تلویزیون گوش میدید و تلفنتون رو ور میدارید، میگیرید برای ما پیام میذارید و اگر حرفی برای گفتن دارید، نظری دارید، مثل یک انسان متمدن قرن 21 زنگ بزنید، پیام بذارید، پیام شما رو ما در برنامه پخش میکنیم. به این صورت نظر خودتون رو هم گفتید. در هر صورت ممنونم که بیننده تلویزیون مردم هستید، ولی این کار کار زشتی هست و اگر ادامه بدید منم از بیننده ها میخوام که با اسم و فامیلتون که اول اسمتون ز هست، اول فامیلتون کی هست و شماره تلفنتون هم 732 باقیش رو نمیگم، دفعه دیگه اعلام میکنم تا همین جوری که شما مزاحم ما میشین دیگران مزاحم شما بشن تا مزدش رو بفهمید. در هر صورت دوست عزیز، این کار کار غلط و زشت و اشتباهی است. امیدوارم از این گفته من دلخور نشده باشید، قبول کنید و تماس بگیرید، در برنامه‌های آینده پیام شما رو هم داشته باشیم. روز روزگار بر شما خوش. شماره تلفن مردم تیوی رو هم که بلدید، چون ماشاءالله الان چند بار تا حالا زنگ زدید و پیام گذاشتید، ولی ما بازم مثل دوستان نمیگیم همینجوری که شمارتون افتاده شمارمون افتاده، چون هر کی بیفته دست پاش میشکنه. شماره ما هست 202-695-2573. روز روزگار بر شما خوش. خوبه دوستان، حتی با اینایی که مزاحمن ما اینجوری صحبت کنیم؟ آخه تا کی میشه با اونایی که مزاحمن شما به خوبی رفتار کنی، به خوبی صحبت کنی؟ یه وقت هم گوشی رو برمیداری یا یه وقت که رفتی مهمونی ساعت 2 صبح اومدی زنگ میزنی، هرچی فرش خوار مادر بلدی نثارشون میکنی. خب امروز بعد از برنامه یه گفتگویی هست که اصلا عنوانش رو شما نگاه کنین، گفتگوی حسین دهباشی با قدیمی ترین زندان سیاسی عباس امیر انتظام. و وقتی من این ویدیو رو دیدم، میدونید من هر وقت صحبت از آقای امیر عباس امیر انتظام شده، گفتم که این بنده خدا اگر فعال سیاسی بود روزی که میتونست باید از زندان میومد بیرون، حالا اگه دوست داشت در میرفت، دوست نداشت اونجا فعالیت دیگه میکرد. و آدم باید زبل باشه دست اینا نیفته. اگه شما اسیر بشی، یعنی اون تلهی که اونا برات گذاشتن، اونها از شما باهوشتر بودن، شما افتادین توی اون تله، توی اون دام. حالا بشینید نگاه کنید. اولا آقای حسین دهباشی عزیز من، این آدمی که نه هوش داره نه حواس داره، رو صندلی چرخدار نشسته، خدا میدونه چه قرصی خورده بنده خدا، هی شما نگاش میکنی که این الان نیفته. بعد خانمش یا خواهرش هر کیه نشسته اونجا، بهش اجازه دارم نوشته های شما رو بخونم؟ این چه مصاحبه‌ایه که شما انجام دادی، حالا تازه اومدی قدیمی ترین زندان؟ یعنی از امروز به بعد مثل ارتش که مثلا این یکی ستوانه، اون یکی سروانه، اون یکی سرهنگه، این میگیم زندان یکم، زندان دوم، زندان سوم، نمیدونم عالی جناب زندان، سرهنگ زندان. آخه خجالت آوره. یه مملکتی ما داریم که زندانی بودن و زندانی شدن افتخار فعالای سیاسی ما هست. این آقای دادرس حرف قشنگی یا چیز قشنگی مینویسه. مینویسه آقا کدوم اپوزیسیون؟ یه مدت هم میگفتیم قمپوزیسیون، دیگه حالا قمپوزیسیون هم نیستن، اینا یه مش پوفیزیسیون هستن. نوشته پوفیوزیسیون. در هر صورت یه نوشته هم داره آقای چیز راجع به حخاب و این حمزه پور دیوانه و اون مطلبی رو که حضرت محمد گویا گفته که هر کسی من مولاش هستم، این حضرت علی هم چون داماد ما هست پارتی بازی مولاش باشه، که اصلا برخلاف اسلامیه که خود حضرت محمد
صحبت کرده، همش شاور و فی الامر یا فلان اینها، این نوشته که هر کسی مولاش حخا هست، حالا مولاش حمزه پور باشه. من نوشتم که آقا چرا عربی می‌نویسی؟ فارسی بنویس. هر کسی انقدر احمق بود که اون زمان دنبال حخا بره، الان ما دیگه میدونیم که انقدر احمق هست که حالا دنبال حمزه پور بره. و بعضی از دوستانم لطف کردن نوشتن سوربی خیلی قشنگ طنز میگه و فلان و اینها، والا کاش که رفته بودیم طناز شده بود. اینم از این. و اما پرسش درباره اسلحه در ایران، دوستمون از کانادا پیام گذاشته. خب شما که پیام به این خوبی میذاری، چرا اولش میگی که پیام پخش نشه؟ اذیت میکنی یا؟ در هر صورت این همون دوستی بود که راجع به عبدو گفته بود، الان هم توضیح داده که عبدو بله کلوب داشتن، باشگاه ورزشی داشتن و اینها بمانند. ولی یه توضیح دادن، میگن شما اون روز در برنامه‌تون گفتید که با مادر کسی در کانادا صحبت کردید، با مادر دو تا برادر که اعدام شدن و این دو برادر جرمشون حمله یا سرقت مسلحانه بوده. ایشون توضیح میده، میگه از زمان مجاهدین و حتی قبل از این، دولت ایران برای که بتونه کنترل کنه، گفت هر کسی به غیر از شهربانی و ارتش و اونایی که باید اسلحه داشته باشن، حکمشون به اصطلاح جرمشون بزرگ و حکم اعدام. و این کار را انجام دادن. حتی ایشون توضیح داده، مثال زده، اون جنبش جنگل ازش نمیپرسن آقا شما رفتی حمله کردی به پاست، به ژاندارمری، یه نفر کشتی یا دو نفر کشتی، اسلحه دستش بوده، گرفتنش میشه حمله مسلحانه و محکوم و حکمش هم اعدام. حالا برمیگردیم به این ماجرای این پسره که رفته گویا سرقت، بعد حالا معلوم شده خودش بعدا رفته به کلانتری معرفی کرده، احیانا دوستانش لو داده و خودش فعلا از حکم اعدام خلاصی پیدا کرده. و ببینید که بیچاره داداش ایشون چجوری گریه میکنه، التماس میکنه. ببینید که چجوری مادر ایشون میگن واقعا خون گریه میکنه، این بنده خدا خون بالا میاره. بعد یکی برای من عکس فرستاده بود، نوشته بود آقا نگاه کن این پسره رفته دزدی، پولشو داده مادرش، رفته دماغشو عمل کرده. میگم آقا ویدیوی پایینی رو نگاه کن، این بنده خدا داشته از دهن و از بینیش و اینها خون بالا می آورده، مجبور شدن ببندن. جراحی چیه؟ تازه گیرم که ایشون قرار داشته بره جراحی، رفته جراحی، بعدم فهمیده مثلا پسرش یه همچین کاری کرده. و ما چقدر بی انصافیم، از همه شما بی انصافتر من. در هر صورت من نوشتم خیلی خوشحالم که جرم این آقا از اعدام فعلا برطرف شده و اعدامش نمی کنن. ولی من اگر جای فامیل ایشون بودم، جای برادر ایشون بودم، اولا مجبورش میکردم هر روز صبح و شب این فیلم ها رو ببینه که این چه به سر ما آورد و ببینیم غیرت داره یا نه. بعد به غیر از اون مثلا تا یک سال بگیم برو تو مدرسه، برای بچه ها که فکر میکنن یه شب پولدار میشن، آقا این بچه آقازاده فلانی دزدی کرده، میلیونره، دوست دختر داره، ماشینای خوب داره، استخ داره، پارتی داره، منم میخوام یه شب پولدار بشم. آقا میگیرن اعدامت میکنن، اونا هم امیدوارم بگیرن اعدام کنن، امیدوارم بگیرن به سزای اعمالشون برسونن. همینجوری که الان این کی بود، مرتضوی در به در شده، سعید مرتضوی، نه این جلیل مرتضوی، و خانمش هم میگه که تو تهرون، بعدن امروز یه چیز دیگه اومده بود که این توی نیجریه هست. حالا شما خودتون نگاه کنی، یه نفر توی تهرون داره زندگی میکنه، نمیدونم چه مقام بالایی داشت، مردک، چرا مردم رو شکنجه میکنی؟ چرا نمیدونم دزدی میکنی که حالا مجبور بشین برین نیجریه زندگی کنی؟ بذارین براتون یه داستانی بگم، اگه وقت کردید برید نگاه کنید. این همه کامپیوترها روزی که شما میخرین با یک پروگرامی میاد به نام مکفی، MCAFEE. این یه فامیل ایرلندیه و این آقا یه دفعه یه فکر کرده، میگه که نه عزیزم اعدام شد رفت. خب والا پس خبرهای شما تازه تره، اگه اعدام شد که خب این همون ماجراییه که اینا میخوان اعدام کنن که از دیگرانم زهر چشم بگیرن یا به اصطلاح
دیگران را هم بترسونن. ضمن این که تا حالا کار نکرده، این همه اعدام کردید، این همه شلاق زدین، این جرما ادامه داره، این همه دست بریدید، این جرما ادامه داره بماند. ممنونم از آقای مصباح که درباره اون دختر خانمی که با دستاش اینجوری میکنه صحبت کرده و ننگ و خجالت برای کسی به نام سیروس هخامنش که این نادانان که معمولا شاه اللهی هستن، اینها بدون اینکه یه چیزی رو بخونن فقط دهن کسافتشون رو باز میکنن و همون جوری که 57 سال شاه و پدرش و طرفدارانش به مردم فوش دادن، اینا هم فوش میدن و هنوز نفهمیدن آخر 57 سال با تیپا و توسری انداختنتون بیرون که میگن گور به گور در به در، شما الان گور به گور و در به در هست. بمان آقای مصباح توضیح داده که آقای سرمی این یه روشیه که توی چیز رو یاد میدن. من اتفاقا این رو بلد بودم، یه چیزی شما جمع که می‌نویسی خیلی چند رقمیه اینجوری می‌کنی، این 3 تا اینجا نگه می‌داری، 2 تا اینجوری اینا، ولی دنبالش نرفتم چون دیدم کار بیهوده‌ایه. اگه شما یاد بگیری با کلک، حالا اسمش تریک دیگه، با کلک یه چیزی رو جواب زود بدی، این هوش نیست، این گیفت تالنتد نیست، این نمیدونم هوش خدادادی، هوش طبیعی نیست. شما راه و روش یاد گرفتی، مثل یه بچه‌ای باباش از 5 سالگی براش پیانو بخره بشینه پیانو بزنه تا 30 سالگی یه آدم نمیدونم پیانیستی بشه، بعد همه بگن آقا عجب باهوش و نابغه است. نه آقا، اون داتیه که نی میزنه خیلی از این باهوش داره، خیلی از این بهتر موزیکو فهمیده، فهمیده سوراخ نی رو کجا بسوزونه که این دو دو باشه، اون ره ره باشه. ولی اون معلم اومده بهش گفته دست بزن اینجا این دوه، دست بزن اینجا اون ره، اگه بد زدی هم این گوه. ما این فلسفه هوش و اینا رو قاطی کردیم. آقای مصباح توضیح میده، میگه این یه روشیه که درست شده، طرف میره یاد میگیره، مثل چرتکه که مینداختن اینجوری حساب میکنه و این دستش و اینا رو که حرکت میده حقیقتا داره یه کار. آقا همینم بده، آقا چرتکم بده، چرتکه مال عهد شاویز ویزک بود، ماشین حساب اومده، یا ماشین حساب یا مثل آدمی زاد بشین آقا بنویس 12335 به اضافه 19000 فلان میشه اینقدر، خط بکش 10 بر 1 شو بنویس برو بر یا علی مدد. اینا چیه؟ بچه ها رو میبرن فشار میارن، این کومنه چیه میبرن نمیدونم ریاضیش خوب بشه، بعد تازه چی میشه خوب که شد بچه های دیگه مسخرش میکنن میگن نرده. یادم سالها پیش من آمدم خونه به بچه ها، دیدی که دیگه آدم وقتی میری یه جایی نادان بودم دیگه، تازه سرکوفتم میزنی بیا نگاه کن بچه فلانی ببین چی کار میکنه. پدر سوخته ها دوتاشون به من گفتن که بابا عینکم داشت، گفتم بله، گفتن کراواتم زده بود، گفتم ها، دوتاشون خندیدن گفتن این نرده. من اولین بار اون موقع فهمیدم نرد، گفتم نرد یعنی چی؟ گویی بچه های عقب افتاده که نه بازی میکنن نه ورزش میکنن. حالا سعید کاووسی داره میخنده چون یه باری این یه دکتری اومده بود دوست ما اینجا، آقای سعید کاووسی، گفت که آقا این دکترها شما نگاه کن، نه پاشون به یه توپ والیبال خورده، نه دستشون ببخشید نه پاشون به یه توپ فوتبال خورده، نه دستشون به یه توپ والیبال خورده، دلشون خوشه که حالا دکترن. اینا از جامعه چیزی نمیدونن، اینا بلد نیستن با بچه های کوچه حتی صحبت کنن، اینا تو خیابون چیز نشدن. بریم سراغ خیابون. آقای دادرس نوشته بود که این آقای صمدی صمدانی، ابوالقاسم، دکتر ابوالقاسم صمدانی آدم خوبی بوده و چنین و چنان، و ایشون دانشگاهی در آمریکا تأسیس کرده بوده، آقای ریگان هم اومده این دانشگاه رو افتتاح کرده. براش نوشتم آقا من جایی نتونستم پیدا کنم که این دانشگاه گلوبال یونیورسیتی آقای صمدانی اولا وجود خارجی داشته باشه، یک، دوما در زمان ریگان باز شده باشه یا ریگان افتتاحش کرده باشه، دو، سوما خود دکترای آقای صمدانی در چه رشته‌ای بوده. ولی اینو میدونم آقای صمدانی یکی از دشمنان سرسخت من بوده، مثل آقای دکتر نصر اصفهانی، مثل دیگران، وقتی اینا دنبال رو رضا پهلوی بودن و فکر میکردن که مثلا شیخ علی چوپان هم شهر بزرگی است مثل نیویورک.
بعدن که یا پولاشون خرج شد یا دیدن رضا پهلوی محلی نمیذاره و پول نمیده، اینا یکی یکی برگشتن. جالب اینجاست که خیلی هاشون، مثلا اون آقای محمد رضا پردیسان اگه هنوز زنده باشه زنگ بزن پیغام بذار، بعد از مدت ها که فحش میداد و تهدید و اینها، بعد رفت انگلستان مریض شد سرطان گرفت، روزی زنگ زد و از من عذرخواهی که آقا تو منو ببخش. گفتم چرا؟ گفت من همون بودم که اینجوری اذیت میکردم و فلان بیسار اینها، و حالا فهمیدم که شما چقدر از ما عاقل‌تر بودی که زودتر این رضا پهلوی رو شناختی و ازش فاصله گرفتی که بوی گندش یا به قول اینها استین لکش به اصطلاح روی شما نباشه، و ماها رفتیم پولمون رو دادیم خودمون رو لکیدار کردیم و فلان فلان فلان. این آقای صمدانی یه روز زنگ زد اینجا، آقای دادرس اگر گوش برنامه رو میبینی گوش کن با دقت، یه روز زنگ زد و صحبت کرد و توی گفتهاش یه جوری عذرخواهی کرد. بعضی عذرخواهی هم میدونی آدم خودش هم خجالت میکشه که یه پیرتری بهش بگی که من دارم ازت عذر میخوام. گفتم آقا اصلا فراموش کن شما دیروز و بذار کنار، امروز چه کار میتونیم انجام بدیم؟ گفت من با آقای حمید فرهنگم برنامه داشتم ولی اونا تمام پولای منو گرفتن. گفتم آقا با زور ازت گرفتن؟ گفت نه نرخشون بالا بود. گفتم راضی بودی؟ گفتم خب دیگه. گفتن آقا این 300 دلار، این 400 دلار، حالا ما میگیم این 30 دلار، این 40 دلار، شما راضی بودی انجام دادی؟ دیگه این بدیشو نگو. گفت چقدر اخلاق خوبی داری با وجودی که بد اخلاقی، ولی از این لحاظا خوش اخلاق. گفتم خوب که تعریف رو کرد و چون زد و اینها، حالا قرار شد ما برنامه ایشون رو پخش کنیم. برنامه های زنده گذاشتیم، برنامه های ضبط شده گذاشتیم، ویدیوهای قبلی گذاشتیم، و ایشون یه روزی به من گفت سوربی حالا که تو اینقدر به من نایس بودی، به من خوش رفتاری کردی و تخفیف دادی و اینها، بیا من یه دکترا به شما بدم. گفتم دکترای چی؟ گفت دکترای افتخاری از این دانشگاه به میبودی دادم، به این میرفتفسفس دادم، میرفتروس، به سعید دیوونه سکویی دادم. گفتم آقا همینجا وایس، همینایی که شما دادی معلومه که خیلی دست به دادنت بد بوده، به کسایی دادی که نباد میدادی، و من این دکترای شما رو نمیخوام. بهش گفتم شما برو 30 دسامبر سال 2003 یه ویدیوی من دارم اونو نگاه کن. 30 دسامبر سال 2003، 15 سال پیش، من اومدم خودم معرفی کردم، گفتم من سوربی هستم، بچه شیراز هستم، شیراز درس خوندم، شیراز رفتم به اصطلاح خدمت ارتش، بعد همونجا دبیر شدم و بعدم اومدم توی دانشگاه مردم در کوچه و بازار دکترا گرفتم. و این دکترای مردمی شما احتیاج نداری جایی بنویسی دکتر، جایی بنویسی فلان. چند شب پیش که ما اینجا مهمون داشتیم صحبت از مدرک دکترای آقای حمزه پور شد. من آمدم اینجا یک مدرکی هست که ما یه روزی رفتیم 4 ساعت شراب خوردیم، آخر 4 ساعت یه مدرک بهمون دادن. اینو قبلا هم تو تلویزیون نشون دادم. شما توی آفیسای اینا که میری دکتر فلانی، وکیل فلانی 10 تا از این مدارک گذاشته، آقا یکیش ماشینشو اگه به موقع ببره سرویس، ماشینشو به موقع ببره سرویس، اون نمایندگی مرسدس بنز، جگوار اینها، میگه که این very concerned، نمیدونم client customer، این آدم خوبیه، یک انقدی بهش گواهی لیسانس سرتیفیکیت گواهینامه میدن، اونم قابش میگیره میزنه تو دیوار. شما که جرئت نمیکنی که از اونور میز بری پشت سرش نگاه کنی ببینی آقا این نوشته ماشینشو به موقع آورده، روغنشو عوض کرده، سوربی اومده اینجا مشروب خورده، بعدم حالا شده اسناب. اسناب اینا یعنی که دماغشون بالان، شیرازی ها میگن چوسچه، بعضی ها میگن پوفیوز. این مدرکه میگه که ما این اومده اینجا مشروب خورده، حالا مدرک پوفیوزی شراب خوردن بهش میدیم. این مدرک ها رو میذارن این برون و عکسشو میذارن فلان میذارن. ما هم، من که میگم، میخوام بگم منم مثل شما احمقم، گاهی وقتا گول اینا رو میخوریم. در صورت آقای دادرس قربونت برم، ما نه دکترای آقای صمدانی رو میخوایم نه افراد دیگه، همینی که هستیم. 62 سال گذشته، این چند سال دیگه هم انشالله میگذره، و افتخارمون اینه که شب وقتی میخوابیم به هیچ کس یک پنی بدهکار نیستیم. اینو اینایی که توی ویرجینیا هستن، داداش بزرگ من، اون داداش متوسط و من که کوچکترینشون هستم، هم از لحاظ عقلی هم از لحاظ سنی،
ما سه تا برادر رو تو ویرجینیا 40 سال میشناسن، 32 سال من اینجا هستن، یک پنی به کسی بدهکار نیست. اولا خیلی رک رو راست حرفمونو میزنیم، اگر معامله‌ای بوده، شریکی بوده، خواستیم چیزی بخریم بفروشیم، بهش گفتیم ما نرخ میذاریم شما انتخاب کن، یا شما نرخ بذار ما انتخاب میکنم. دوستای ما که شریک ما بودن، آقای مهدی هست از کالیفرنیا، زنگ زدم بهش التماس عاجزانه کردم آقا اینقدر تعریف ما رو نکنیم، برابر مردم فکر میکنن ما به تو حقوق میدیم. این البته حالا نه تعریفش فایده ای داره، نه اون تعریف منفی چی میشه، نه بدگوییش بمانه. و اما پرسش درباره اسلحه در ایران، دو برادری که به طلا فروشی حمله کرده بودن، بله من هم میدونم، ولی اسلحه تو ایران همیشه بوده، از موقعی که اون افراد اینجا نوشته آپریل 19 هم، ببخشید امروز اپریل 18 نه، بله بله عذر میخوام ازتون، اینم گاهی وقتی میپره، بذارید ببینیم حالا چهار شد 18، بله بله درست شد 18 همه، اینجا هم نوشتم 18 همه. اصلا دیگه نگیم حالا مهم نیست، مگه چه روزی بوده؟ مگه ما جنبش داریم که بگیم امروز 18 همه پس فردا 20 همه بریزید تو خیابون؟ برید بریزید تو خیابون خوش باشید. امروز انقدر هوا خوبه، من دوش که گرفتم کراوات زدم دیدم اصلا زیر این چراغا میپزم، گفتم بابا ولش کن، دوستان همه خودمونی هستن. خودمونی هستید یا نیستید؟ هر کی خودمونیه یه یک بنویسه، یادتونه اولایی که پلتاک شروع شده بود، هر کی صدای منو میشنوه یک بنویسه، هر کی داره چای میخوره دو بنویسه، هر کی دستشویی سه بنویسه، هر کی میخواد این میکروفونو مثل قلیون بگیره دستش چهار بنویسه، با شماره به هم حرف میزنیم. در هر صورت دوستان عزیز باز هم خوشحالم که با ما هستید. و ایشون میگه اعدام شده، ولی من اینجا نوشتم جوان ایرانی از اعدام در رفته، اتفاقا ویدیوش روی صفحه فیسبوک خانم شمیم بود. خانم شمیم یه خواننده‌ای هست که این تیمور لنگ یه فامیل دوری باشون داشت و از این بیچاره سوء استفاده کرد. یه بار اومدش تو تلویزیون گفت که حالا شما نگاه نکن اینجا 4 نفر دارن نگاه میکنن، ولی 12,000 نفر اون پشتن تو نمیبینی. اون بنده خدا گفت آقا اصلا برای من مهم نی، من اومدم چون شما گفتی زور میبرم چلو کبابت میدم. خیلی خانم آزاده و آزادمنشی، اگه یادتون باشه اون خانمی بود که یه شعری رو میخوند که به من نگو جنده نمیدونم فلان اینها، و یه جورایی مثل ایرج میرزاست در نوع خودش. نوشته که سلام خدمت سرور ارجمند، ممنون از اینکه جویای حال ما بودید، امیدوار شما نیز خوب خوش باشید، انشاءالله برنامه خوب شما را دنبال خواهم کرد، با سپاس و درود. ممنونم، بله دوستان لطف دارن برای ما میفرستن. این از این گفتگوی حسین دهباشی با قدیمی ترین زندان سیاسی امیر عباس امیر انتظام. و توی این ویدیو ببینید عباس امیر انتظام بالاخره نظرش راجع به من و شمایی که از ایران در رفتیم چیه. میگه اینا حتما یک سنگی به کفشش، یه ریگی به کفش، این آلارم گذاشتم که آگهیاتون رو پخش کنم، بله میگه اینا حتما یه ریگی به کفش، ولی من که برگشتم ایران، حتی اگه میخواستن اعدامم کنن برمیگشتم. آقای آریانپور، آقای زعیم، دوستان دیگه، امروز آقای عباس امیر انتظام حرف دلش رو میزنه، میگه اینایی که رفتن خارج حتما یک کاری کردن که ننگ و خجالت براشون بوده که تو مملکت وای نسدن. یعنی همون حرفی رو که آخونده میزنه. بفرما، اینم نتیجه زندان پرسابقه. حالا امروز نشسته روی صندلی چرخدار، نه مغزش کار میکنه نه دهنش کار میکنه، خانمش کاغذایی نوشت شده مال 40 سال پیش برای من و شما باید بخونه. این فعالای سیاسی ما. ولی آقای آریانپور یه چیز قشنگی نوشته، نوشته دوستان نگاه کنید یه چیز جدید تأسیس شده، حالا اینا میخوان بیان تو خیابون، یه مش آدم بالای 80، ایشون چون خودش بالای 80ه به خودش اجازه میده که به دیگرانی که بالای 80 هستن یه قلقلکی هم بده، یه مش آدم بالای 80 میخوان چه کار کنن؟ آقای آریانپور لطف کنید زنگ بزنید، پیام بذارید، من پیام‌های شما رو به جای این نوشته‌هاتون پخش می‌کنم. ما بارها گفتیم و یک بار دیگه میگیم، به عنوان یک ایرانی از شما، از دکتر عقیلی پور، از دیگرانی که تا زنده هستند آمدن خاطراتشون رو گفتن و
پی این نبودن که آقا مصلحت نیست، صلاح نیست و فلان اینها. من به نوبه خودم ممنونم، چون شماها مثل علم ننوشتید بذارید یه جایی تا روزی که زنده است بخوره و بره، بعدن بگه حالا شما اینو چاپ کنید گروه پدر اونایی که باشون کار کردم، از شا گرفته تا زن و بچه خودش. بریم اندی رو ببینیم. اندی آگهی هاشو که ما پخش میکنیم اولش یه سری چیایی هست که قدیمی هست و اجرا شده، ولی این چون هنوز تا 20 و 22 اینها برنامه داره، ما اینو برای شما پخش میکنیم. اگر جایی هستید که با کنسرت های ایشون نزدیک هستید، آزاد هستید، دوست دارید دوستانتون رو ببرید، استفاده کنید. ببینیم و برگردیم. ترین تور نوروزی 1397 برای اولین بار تور جهانی بیقرار 2018، اجرای کامل آلبوم استثنائی بیقرار با نام پر افتخار موزیک پاپ ایران در صحنه های بین المللی. اندی نهوم مارچ نیویورک، 16 مارچ سیاتل، 17 مارچ ونکوور، 20 مارچ لندن، 21 مارچ دوبی، 22 مارچ استانبول، 24 مارچ ایروان، 26 مارچ تبریز، 28 مارچ قبرس، 30 مارچ آنتالیا، 20 آوریل شیکاگو. برای اطلاعات بیشتر می توانید که صفحه فیسبوک اندی مدادیان آفیشیال یا صفحه اینستاگرام اندی موزیک وان مراجعه کنید. بسیار ممنون. این دوستمون آقا فرهاد یه نوشته ای رو، اینو شما همین الان به این سرعت نوشتی یا قبلا نوشته بودی و الان دیدی که با صحبت؟ حیف نیست شما رو این کاغذ های یاد داشته معمولی می‌نویسین که بالاش چی میگن اینا که سوراخ سوراخ کاغذ های کلاسو. ایشون نوشته ایرانی که شد طرفدار ترامپ و بن سلمان به شما باید گفت واقعا حیف نان. ذوق شعرم داره. خب خانم بهیه جیلانی عزیز و گرامی، منظور شما از عجب چیه؟ چون من راجع به 20 تا موضوع الان صحبت کردم و نمیدونم شما از کدومش به اصطلاح تعجب میکنید. بریم با هم این آگهی بی صدای والنتاین رو هم ببینیم. اگر خواستید ماشین بخرید، خواستید ماشین بفروشید، معاوضه کنید با دوستان آقای بیژن جعفری، آقای الکس بابک، اینها تماس بگیرید کمکتون میکنن. شماره تلفنشون هست 301-735-75-53. حالا اگه یه فرصتی هم بشه یه دفعه به عنوان اینفومرشال در رابطه با خرید فروش ماشین اینها یه اطلاعاتی به شما بدن. ضمناً این کتاب خدا سالاری و درماندگی، ضمن تشکر از آقای امیر حسین لادن، ما اینجا چندین نسخش رو یا چندین جلدش رو داریم که ایشون برای حمایت از تلویزیون مردم فرستاده. اگه شماها میخواین به اصطلاح با فیسبوک، با تلفن، با ایمیل تماس بگیرید، آدرستون رو بدید، ما براتون میفرستیم. چقدر بهتر که اگر قبلش شما یه حمایتی بکنید که به اصطلاح ما وقتی میریم اونجا از پول خودتون پول پست رو هم بدیم. و هوشنگ ترسوی عزیز، لطف کن آدرس رو یه بار برای من بفرست، چون من آدرس هیچ کسی رو به اصطلاح آدرس هیچ کسی رو نگه نمیدارم و هر بار که آدرسشون رو میخوام اون بار تماس میگیرم. فکر میکنم این روش بهتری باشه. خدا سالاری و درماندگی این کتابی هست که آقای امیر حسین لادن نوشته. ضمناً اینها وبسایتی هم دارن به نام اندیشکده.net، از اونم دیدن کنید. خانم دکتر بهیه جیلانی میگه زندان آقای امیر انتظام و این که فرار کردیم. خب اگر میماندیم که تا حالا کشته شده بودیم. البته من در زندان توحید کوتاه مدت با خانم ایشون زندان بودم. درود بر جناب سربی گرامی، گوش میکنم. رحیم نگهبان. آقا رحیم ممنونم که گوش میکنی، امیدوارم که با گوش کردن اگر چیزی هم من غلط میگم
به من بنویسی و درستش کنی. خانم بهیه جیلانی، من برای شما اون ویدیو رو میفرستم، یا خودتون نگاه کنید و ببینید آیا برداشت شما هم همینه و آیا آقای امیر انتظام الان بعد از 30-40 سال دیگه، درست 40 سال ایشون سفیر بوده، جزء هیئت دولت بازرگان بوده و اینها، بعد از 40 سال ایشون میگه خب من البته وقتی بهم گفتن برگرد ایران برگشتم، من که کار اشتباهی انجام نداده بودم و اونایی که فرار میکنن احتمالا یک کار اشتباهی انجام دادن. اینم از این. خب بریم سراغ، بله، یک گفتگوی دیگه ای داره. او این جنجال از کجاست، چه خبره؟ شما اونجا شنیدید جنجال ها رو؟ آقای حسین دهباشی این چیه مسخره کردی؟ گفتگوی جنجالی احمد زیدآبادی با حسین دهباشی. بعد میگه که من رفتم راجع به شما تحقیق کردم آقای زیدآبادی، به نظر میاد که شما اهل درس و کتاب و اینها نبودی، از مدرسه فرار میکردی. بدبخت میگه آقا من تازه زود میمدم خونه، نون و خرمامو برمیداشتم میرفتم مدرسه. چی داری میگی؟ یعنی آقای دهباشی حالا شما میخوای بعدم رئیس جمهور بشی، حالا دیگه بعد همه این آشغال کله ها چشممون به شما باز بشه. در صورت این فیلم هم نشون میدم، فیلمی رو که آقای خسرو بهرامی و اون دوستمون، یکی درباره فراماسون ها یکی درباره جشن های 2500 ساله ما تقریبا یک هفته است نشون دادیم و دیگه بیشتر از یک هفته تکراری میشه، طرف دیگه تا میاد میزنه میگه بابا ولمون کن، این همش تکراری نشون میده. حالا دو تا فیلمم به شما نشون میدم، این دو تا مصاحبه است، یکیش با همین آقای عباس امیر انتظام و همسرش، یکیش هم با این آقای احمد زیدآبادی. گویا این احمد زیدآبادی هم ممنوع المصاحبه و اینها بوده، ولی قانون عوض میشه، از مادام العمر میشه 2 سال و ایشون حالا آزاده که صحبت کنه. حالا ببینیم، شاید تمام مشکلات ما همین بوده که ایشون ممنوع الکلام بوده، الان که ممنوع الکلام شده ما آزاد میشه. یه دوستی عکسی گذاشته بود، نوشته بود که آفرین، گذاشتم آقا آزاد شدیم، شما کی میری ایران؟ آقا خانم والا بلا نکنید. یه دوست دیگه جدیدن پیدا شده، ایشون شغلش استراتژیست هست. خود استراتژی و اینها یعنی برنامه، هدف که نه، برنامه و فلان اینا. مثلا میگه شما استراتژی چیه برای این کاری که میخوای بکنی؟ حالا اینم یک کلمه اومده تو ایرانی، هر کسی از زن خود شد یار من، معنی خودش رو هم داره. این آقا که دکتر و استراتژی هست میگه تمام مخالفین و اپوزیسیون ایران برنامه هاشون برای بعد از فروپاشیه، ما باید برنامه امروز تا فروپاشی داشته باشیم. زرشت زکی آقا، اینا نه بعدش برنامه دارن نه قبلش برنامه دارن. بعد دکتر استراتژی ما که شما باشی، اون شعره رو پیدا کنید بفرسی، پدر مردم ایران اگر این بی پدر است، که دیگه بعد دیدید به مجلس و به نمیدونم نماینده و به وزیر و شاه و فقیه و همه باید رید. خب آقای دهباشی پشتش گرمه. براتون ماجرای آقای دهباشی رو گفتم. آقای اکبری، آقای دهباشی چند سال پیش ما یه دوستی داریم که عکاسه و اینها، و به من گفت که سربی یه نفر از ایران اومده که من از موقع دانشجویی میشناسمش و اینها، و اگه میخوای این بیاد با تلویزیون مردم کار کنه. ما گفتیم آقا اینجا هر کی میخواد بیاد کار کنه، درست طویله نیست ولی درش بازه. شرکت های بزرگ تو آمریکا بهش میگن open door policy، برای چند تا موضوع. یکی این که دره رو نبنده، به زنه تجاوز کنه، به مرده تجاوز کنه، همیشه درشون باز. حالا دیگه چه درهای دیگه شون وازه بمانه. دوم این که میگه یعنی شما اگه اشکالی میبینی قرار نیست پشت در وایسی، بیا تو فوری به ما بگو. این لوز که من براشون کار میکردم open door policyه، و واقعا هم کریس که منیجرش بود همین بود، همیشه در باز. ممنونم به این مندی دوستمون، یا ماندی، بله. و چی داشتم میگفتم؟ آها، ما گفتیم بیا صحبت کنی. گفت خب بیان این اینجا رسمه، یا میرن تو مکدونالد یا میرن تو استارباکس. اون وقتا کتاب فروشی ها هم میرفتن اونجا، توش قهوه فروشی بود، توش هم کتاب فروشی بود. حالا دیگه الحمدلله کتاب ها همه یکی یکی کتاب فروشی ها رفته، و استارباک هم که الان 2 روز آبروریزی کرده که
دو تا سیاه‌پوست انداخته بیرون، ولی بالاخره اینا میلیونر میشن. خوب شد. ضمناً فکر کنم 20 می یا 20 آپریل هم تمام استارباکس ها میبندن. لابد اینا میخواستن یه چیزایی رو عوض کنن، قوری هاشون رو بشورن، سماور هاشون رو تمیز کنن. حالا گفتن به خاطر این فجایعی که به این دو نفر شده، ما میخوام اینو ببندیم، کارمندامون رو آموزش بدیم. عجب پدر سوختایی هستن این کورپوریشن های بزرگ. بمانه آقای اون موقع من گفتن اسم ایشون آقای حسن دهباشی. ما هم رفتیم و نشستیم یه کافی هم خوردیم، صحبت کردیم، گفتیم شما چی کار هستی؟ گفت من فیلم سازم، مستند سازم، اینها. گفتیم خب خدا رو شکر، چون اینجا دنبال آفتابه ساز میگردیم، آفتابه نیست تو آمریکا، ولی حالا وای میسیم سب میکنیم. سازم سازم. گفتم که ببین شما برو بساز، ما نشون میدیم. هر کی زنگ زد گفت آقا به به از این فیلمی که ساختی این 2 دلار، ما تا 3 ماه اول هم 2 دلار رو میدیم به شما که خرج خودت و همسرت و اینها به اصطلاح در بیاد بگذره. گفت نه من حقوق میخوام. گفتم آقا برو اگه کسی رو گیر آوردی تونستی ازش حقوق بگیری، من میشم شاگرد شما، شما اونجا باشو استاد، من میشم شاگرد. 100 دلار که میگیری 70%شو تو بردار، 30% شما. ایشون رفت، هیچ حرفی دیگه ازش نبود. یه وقت ما شنیدیم FBI ریخته تو خونهشون و ایشون رو از اینجا دیپورت کردن. بعدن به ما گفتن این آقا با پاسپورت داداشش اومده بوده اینجا. ولی جالب اینه همین موقعی که ما هیچ خبری ازش نداشتیم، یه سری از همین ویدیوهای تاریخ شفاهی رو از جمله آقای تیمسار، آریانپور و دیگران رفته بوده مصاحبه کرده، بدون اینکه بگه که من دارم برای تلویزیون جمهوری اسلامی ایران کار میکنم. حالا این چه موجودیه آقای دهباشی که از اونجا میاد به اسم داداشش با ویزای داداشش اینجا، FBI میریزه تو خونهش، ولی این فیلم ها رو آردی یا به قول همون موقع دیگه رد کرده بوده رفته بوده. شخص عجیبیه. تازگی هم شنیدم میخواد بعد از روحانی رئیس جمهور بشه. یعنی دیگه ما همین یکی رو کم داشتیم. خیلی ممنون. بله لایو نوشتم برای شما سربی مهربان عزیز. ممنونم. ایشون پس خیلی هم سریع میتونه کار کنه، با وجودی که گفته بود مشکل چشم داره. به نظر من شما یه سری کاغذایی که یه کمی جنسش بهتر باشه، مثل مقوا باشه، اونا رو چیز کنید یا دور همین رو بچینید. در صورت بذارید من میخوام این رو نشون بدم، حالا اگه صفحمون اجازه بده. خیلی قشنگ و زیبا نوشته که دیگه دیدید بعضی وقتا میگن آقا این فیلم قدیمیه، میگه آقا الان یه روزنامه میگیرم دستم که واشنگتن پست مثلا یا فیرفکس جورنال نشون میده امروز 18 آپریل 2018 است. ببینید نوشته لایو نوشتم برای شما سربی مهربان عزیز. اینجا هم فرهاد اسم خودشونه. خیلی ممنون. ببینید این همشهری ما آقا خوشنودی کاکو کجا بودی؟ قایبیت اینجا نوشتیم آقا، قایبیت زیاد بشه باید زنگ بزنیم والدینت بیان. میگفتن باید زنگ بزنیم والدینت بیان. این حسین دهباشی با سوء استفاده از اسم تاریخ شفاهی با اغلب رجال پهلوی مسابقه کرد و فروخ به صدا و سیمای ایران. ببین بعضی از زرنگن چجوری پول در میارن، و ما هم نشستیم اینجا سر این که این دختر خانمی که اینجوری میکنه خدای نکرده فردا ممکنه از لحاظ جسمی مغزی بهش فشار بیاد یا نه، با آقای سیروس هخامنش که حتما باباش کوروش بوده، این ننشو کوروش ایرانی کرده. چاکرم. این کلمه چاکرم مثل چاکرم و مخلصم همون کلمه سینسیر هست، خالصانه. و خیلی ممنون. آگهی های اندی و اندیشکده و ماشین والنتاین رو نشون دادم. بذارید من هنوز برای 26 از آقای مهدیزاده خبری ندارم، به احتمال زیاد ایشون هنوز داره خستگی سفر نیویورک رو به در میکنه. ولی توی این فاصله من در باره جینیز هوکا لاونج صحبت کنم و خبر خوب این که دیگه کانفرم شد. کانفرم یعنی تایید شد، تایید و تاکید
که جمعه ساعت 3 خانم فری شبیری با ما باشن. حالا اگر شد نور علی نور که همسرشون هم آقای لطفی هم باشن که فبه ها، من با این خانواده 8-9 سال آشنا هستم، قبلش که اصلا در رابطه با اون تولیدات آرایشی و اینها تبلیغشون رو پخش میکردیم. اگه یادتون باشه آقا امروز دیگه نور علی نور شده ها، مجید و مجید، آقا این دو مجید در یک مردم تیوی نگنجند، 70 سربی در یک گلیم بخسبن ولی دو مجید در مردم تیوی نگنجند. مجید نوروزی هم اینجاست، خیلی خوشحالم. دوستان اگر مایل هستید یک بیزینسی رو شروع کنید که بدون دردسر لایسنس و گواهی نامه و نمیدونم اجازه و اینها ترنکی یعنی آماده بهره برداری، این جینیز هوکا لاونج، حالا عکسای دیگه‌ش هم نشونتون میدم و وب فیسبوکشون هم بهتون نشون میدم. ضمناً از ایشون خواستم اگه کسی از اون روستاها تماس گرفته سوالایی دارن که سوالا مشترکه، توی جمعه به همه این سوالات مشترک پاسخ بدن. و این من نمیدونم کجاست این عکس فرستادن، ولی نمیدونم مثل که رو کشتی بوده، درصد اینم بچرخونیم. بله وقتی هم مهمونا میان اونجا ازشون اجازه میگیرن که میتونیم عکس بگیریم، اگر اونها اجازه دادن ازشون عکس میگیرن. این باقلوا و این خامه و بستنی و اینها دهنم آب افتاد. اتفاقا دوستمون یه ویدیو فرستاده نوشته وقتی که سیر هستی این ویدیو رو نگاه کن، و بهش گفتم من هیچ وقت برای برنامه که میام سیر نیستم، چون یاد گرفتم از 20 سال پیش که کلاس این چیز رو رفتیم، گفت که باید شکمتون خالی باشه، که یکی از دوستانی هم که ایرانی بود گفت مثل تنبک، شما اگه توی تنبک یه پارچه ای رو از اون سوراخش بچپونی تو، هرچی بزنی به جایی که قشنگ صدا بده فقط پلاپ پلاپ میکنه. در هر صورت این داریم عکس‌ها رو بهتون نشون میدیم که نوع اون دکوراسیون اونجا رو ببینید و اینها. و حالا اگه کسی خواست وقتی تماس گرفت میتونه با این دوستان بگه من فیس تایم میکنم، میتونم اسکایپ کنم، اونها لایو نشون بدن، حتی میتونید. من به نظرم این عکسایی که با فتوشاپ یکم چیز شده با بردارم. بله اینم یه دیجی هست، حالا نمیدونم این همون دیجیه که من شنیدم ایشون دکتره، گویا اهل سوریه هم هست، خیلی هم آدم خوبیه و این دیجی هم اونجا کار میکنه. میدونید بالاخره وقتی شما یه جایی دارید باید دیجی داشته باشید، باید چند تا هنرمند، حالا رقصنده، رقاص باشه و اینها، اینا رو هم بهتون میگن با کی زنگ بزنید فلان اینها. در هر صورت جمعه اینجا هم که یه رقص، این رقص لاین بهش میگن، لاین دنس. در هر صورت ببینید اصلا اونجا شادی و اینها، یعنی شما وقتی میری سر کار حقیقتا داری میری یه جایی که شادی، و میدونید که گفتن اگر شما کاری رو که دوست دارید و لذت میبرید انجام بدید هیچ وقت خسته نمیشین. یکی از دلایلی که من اینجا وایسادم، هرچی هم خانمم میگه مگر تو دیوونه هستی که نه پول در میاری نه چیزی، وای میسی تازه تهمت و افترا و توهینم بشی، میگم عشق آتش بود و خانه خرابی دارد. خلاصه اینم ماجرای عاشق شدن به این شغل، پشن بهش میگن آمریکایی‌ها. بله میگه که به 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 انگار قهوه خونه قلی پلنگ. راستی قلی پلنگ کجا بود؟ اسمش من شنیده بودم یه، ولی الان یادم نیست. قهوه خونه قلی پلنگ، میدونید که اصلا این تی هاوس، همون چایخانه های خودمون، الان دیگه بعد تو دنیا را افتاده تی هاوس. حالا من تعجبم چرا تو ایران که ما چای میخوردیم به جای چایخانه میگفتیم قهوه خانه، ما که انقدر قهوه نمیخوردیم که چای بیشتر میخوردیم، یا شاید قبل از این که ما انقدر چای خور بشیم قهوه خور بودیم، نمیدونم. در صورت اینم از این، اینم گفتگوی جنجالی احمد زیدآبادی با حسین دهباشی براتون نشون میدم، و ویدیوهای خنددار اینا رو داداش من فرستاده، بذارید اینجا یک نگاهی کنم پیداش کنم براتون پخش کنم. به نظر من بعضیاش
ساختنیه، قلابیه. حالا شما نگاه کنید ببینید به نظر شما چطور، شما هم فکر میکنید اینا از قبل درست کردن ساختنیه یا نه؟ بذارید ببینم اینه، آره اینجا اینه، یک لحظه، آها همینه، صبر کنید الان میام خدمتتون. دوستان این پدر سوخته فیسبوک کوفتی، دوباره میگم که اون دوستمون یک کمی بفهمه که فیسبوک واقعا کوفتیه. اون وقتا وقتی مسیج میمد برای شما میرفتی اولین آپشنش این بود که میگه فور به اصطلاح اسکرین، حالا وقتی میزنی میگه ادیت، بعدم میگه اسم تو ادیت کن یا اسم دیگران رو ادیت کن. نگاه کنید بذار بهتون بگم، اینجایی که در اصل خودتون میدونی، اونایی که میدونن میدونن، اونایی هم که نمیدونن حالا ما هرچی بگیم فایده نداره، بذارید من براتون این فیلم رو اندازه صفحه کنم بهتون نشون بدم، یک چند ثانیه‌ای چند دقیقه‌ای خوش باشید و شما هم مثل من هستید وقتی که از این بدبختی که سر مردم میاد خندتون میگیره، بعد از خودتون خجالت میکشید که چرا من مثلا از زمین خوردن اینها باید خندم بگیره. این صداشو باز کنم، صدا باز، اینم شروع. الحمدلله نیرو زیاده که ماشینه رو بیارن پایین و اینها. چطور شد؟ چرا وایساد؟ این باید بره دیگه. آه پس این فقط یه دونه بوده. اینم داداش ما گاهی وقت چیزای خنددار برامون میفرسته، ممنونم. اینجا ویدیوهای خنددار فیسبوک، بله. پرژن پرید آقای همشهریمون، بله، میگه که چون زمان قاجار در قهوه خانه فقط قهوه میفروختن و کم کم چای آمد، ولی اسمش همون قهوه خانه موند. خیلی ممنون، مرسی. تمام این ماجرای برنامه ما همینه، یه مهمونی نشستیم، من میگم آقا ترامپ دیوانه است، شما میگی نه آقا ترامپ دانشمنده، دیگه فوش نداره، دربری نداره، زنگ بزنم یواشکی مثل این کارا خجالت آوره، جانی دارر شدی، حالا شما زنگ زدی به یه جایی که شماره تلفنش رو نشون داده، صحبت آقای میبودی رو گذاشتی، خب میبودی رو قبول داری؟ برو انقدر گوش کن تا خفه بشی. قبول نداری؟ به خودش زنگ بزن بگو آقای میبودی چه مزخرفیه که میگی. در صورت یه چیزی اینجاست من بهتون نشون بدم، این یک دارویه که مثل ویکس و اون یکی دیگه چی بود، بنگی و یه داروی دیگه بود، موقعی که ما کشتی میگرفتیم یه جامون درد میکرد اینا میمالیدن، خدایا اگه یادت میرم دستتو به شوری به سر و چشم و اینها میزدی بیچاره میشی. یادم میاد بیچاره ما یه شوهر عمه داشتیم خیلی آدم خوبی بود، آقای رستاخیز، و این قبل از رفتابی خشا رستاخیز شده بود، فامیلیشون اصلا قدیم رستاخیز بود، و این بنده خدا چون نجاری میکرد و اینها واقعا بدنش عین چارلز برونسون بود، یه دفعه دستش مثلا ضرب دیده بود، دلپیک. داداش ما هم که اون اصلا به اصطلاح کشتیگیر خونه ما، داداش ما بود تو قهرمان کشوری نام رفت، بعد این بهش داده بود، این زده بود، بعد خب رفته بود دستشویی، تو ایران هم که زود صابون و آب و اینا نبود که، هفته تا هفته میرفتی تازه هموم، تو هموم هم صابون نبود که، چرک و کیسه میکشیدن آب میمدن، بعدن لیف و صابون اینا آمد، خلاصه چشمتون روز بعد نبینه. پماد دلپیک، باریکلا، آره اون یکی نوش پماد ویکس، بله این درست نوشت آقای اکبری، دلپیک عجب عجب چیزی بود. من فکر کنم از بس مردم سوختن دیگه نمیسازن، ولی اگه میسازن اینجا بخری. ولی برگردیم به این ماجرا خیلی جالبه. یه دوست آمریکایی من دارم، بهش گفتم که من پام درد میکنه، ممنونم از آقای هروی هم برامون یه چیز فرستاد، خیلی کمک کرد و اینها، گفت که ببین این از ماریجوانا میسازن. گفتم آقا دستم به دامنت، گفت نه این تا حدیه که آزاده و میفروشن، اصلا شما رو اینترنت میتونی بخری. حالا من بهتون نشون میدم و خداییش بهتون بگم، من اون روز یه انقدر از این مالیدم روی پام و چشمتون روز بعد نبینه. من تا این برنامه های
شب مال استیون کولبر و مال جیمی کیمل و مال نمیدونم این جیمی فلن چیزی نمیگه دیگه، اون پسر انگلیسیه باز جیم کورنر کیه، اینا رو نبینم نمیخوابم. ولی این پوماده اصلا خوابیدم یه دو سه ساعت بعد بیدار شدم. میگه دولپیک به سن من نمیخوره حتما. بله دولپیک خیلی قوی تر از ویکس بود عزیز من، خیلی گرونتر از ویکس بود، یه دوای خارجی انقدی بود توی پوماد. ویکس یه قوطی انقدیش بهت میدادن، هم الان هم اینجا همینجور ارزونه، اونجا فکر کنم یه تومن بود، اینجا مثلا حالا میدن دو دلار سه دلار، ولی دولپیک اونجا گرون بود. در هر صورت حالا اسمشو میزنیم نگاه میکنیم. بذارید من اسم اینم بزنم براتون نشون بدم. این وبسایتی هم داره به نام Let's Escape، یعنی اجازه بده فرار کنیم، بیاین فرار کنیم. حالا منظورش فرار از درده و اسم خوبی هم انتخاب کرده، Let's Escape. من اینو بهتون نشون میدم که بعدا بتونید اگه شما هم میخواین بخرید و به اصطلاح بله نگاه کنید. اولش از من میپرسه تو 21 سالت هست؟ یعنی این یه چیزیه که در حد مشروب و اینها ممنوعه. میگه شما باید 21 سالت باشه تا بتونی اینجا رو ویزیت کنی. آره اروا عمه من هر کی زیر 21 ساله میاد مینسه نو. خب همه میزنن بله. این اسمشه دوستان، بذارید این بالا سمت چپ اسمشو بهتون نشون بدم. ولی خب ساعت 3 شد، باید بریم سراغ دوستم. امروز خیلی منظم شدم ها، 2:58 دقیقه، 2 دقیقه وقت داریم. در هر صورت میزنیم yes. من فقط میخوام عکسش و اینا رو به شما نشون بدم، شما اینو ببینید. و والله ما نه آگهی اینا رو داریم نه پولی از این میگیریم، فقط گفتم چون همه تون ممکنه تو سن و سال من باشید. اینه، اینه یک کرم سفید، مثل کرم 101 بود میگو بوی خیار میدهد، یا کرم نیوه ها مثل اونه، ولی توی شیشه مخصوصیه. درش هم به اصطلاح یه جوری درست کردن که بچه‌ها نتونن باز کنن. اسمشم، اسم وبسایتشون هست Let's. Let's یعنی اجازه بدین، اجازه بدین یا بیاین، بیاین در بریم. Escape یعنی فرار کردن، در رفتن. میگه رفتم مسابقه 2.6 کیلومتر رضاشاه که پاهام گرفت، گفتن دولپیک بزن. خدا شاهده 3 روز به خودم میپیچیدم. آره اگه کسی با آدم نگه که این میسوزه، مثل این وازپیه چیه مال این چاینیزا، اگه خوراکا یه چیزی انقدی سبزی. من اولین بار رفته بودم با این دوستمون هوایی برای عکس گرفتن از 12,000 نفر معمول، به اصطلاح معمول نه، اینا که بیمه میفروشن چی اینجا میگن ایجنت. آخه ما اگه بگیم ایجنت و طرف میگه ببین اصلا آقا این سرکارش همش با ایجنت ها بوده، آقا مامور که بد نیست که، مامور بهداشت، مامور در درس. اونجا این دوستمون یکم بدزاد بازی در آورد، گفت چی میخوری؟ گفتیم خب آبجو. گفت نه آقا میای رستوران ژاپنی، ژاپنی باید ساکه. گفتیم ساکه چیه؟ گفت این عرق برنج، عرق گندم، این آبجو بخور شما. اونو خوردیم که یکم میسوزد. بعد گفت حالا این سوشی هم که میخوری؟ گفت آقا من سوشی نمیخوام، ماهی خام، من اصلا ماهی خیلی دوست ندارم. گفت نه این فرق میکنه. اولی رو خوردیم گفتیم خب بد نیست. گفت حالا اگه میخوای مزهشو درست بفهمی بذار من بگم. یه قاشقی از این وازپی گذاشت روش. آقا خانم چشمتون روز بعد نبینه، که ما هم هرچی فوش بلد بودیم بهش دادیم، حقش بود. خب بذارید من اینجا اینو براتون شروع کنم، صحبتای این دوستمون، بعد یه عکسم براتون بذارم. همین پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک رو بذاریم به چرخه که هم آگهی اون دوستانمون باشه از اندیشکده، هم این دوستمونم که صحبت میکنه شما به قیافه عبوس من که نشستم اینجا نخواهید نگاه کنید. با هم بشنویم عقل بشر، برنامه شماره 48، اختار آینده. ببینیم باز شو، باز شو. بعد سلام بر یکایک شنوندگان تلویزیون مردم. سلام به شما. امیدوارم به گفته‌های گذشته گوشیدید و سخنان امروز که با استناد آن برایتان تهیه شده ساده‌تر مورد قبول باشد. تاریخی که به ما درس و یا شرحیده‌اند تاریخ کشورمان نیست، تاریخ پادشاهان است. تاریخ کسانی است که بدون تسلط بر مغز خیش آنچه را که خواسته و توانسته‌اند از خوب و بد بر سر میهن و ملت آورده‌اند تا
تاریخ کسانی است که بدون اختیار بر نیاکانمان و ما حکم کرده و از هیچ ظلم و ستمی کوتاهی نکردند. کتاب‌های تاریخمان که اغلب با تکرار عبارت افتخار آمیز آن را باور کرده ایم، نیکی‌ها و پیروزی‌ها را به مغز ما تزریق کرده. اطرافیان شاهان آن را نوشتند، درباره بدبختی‌های ملت، مصیبت‌های مردم و بی‌انصافی‌ها یا چیزی ننوشته یا بسیار کم برایمان وصفی باقی گذاشتند. درست مانند روزنامه‌های امروز که در صفحه اول از کوچکترین سخن و یا حرکت و یا دیدار شخص اول مطلب نوشته، بعد از آن کارهایی را که مسئولین کرده‌اند نمی‌خواهند به رخ ما می‌کشند. در صفحه‌های دیگر برشته تحریر در می‌آورند. ما بیهوده خوانندگان هستیم، برای حکمران کشور و میهن و ملت ارزشی نداریم. اما اگر در حادثه جانگداز یا بمباران سر به نیز گردیم، خبری هیجان آمیز شده و بر تعداد قربانیان بینام شماره ای می افزاییم. بعد از آن چون گذشتگان بی اهمیت و فراموش می شویم، گویی که هرگز نبوده ایم. در تاریخمان درباره اوضاع وخیم و در آور ملت هنگام جنگ، اگر شاه دوران پیروز و شکست خورده است، چیزی ننوشتند. ما مردم چه اهمیتی داریم که زندگی ما ثبت شود و در خاطره ها بماند؟ همه ملت فدای شخص اول، حال این شخص شاه باشد یا شیخ. هر دو یک رفتار را در دو ظاهر مختلف بر مردم بیتوان گل صفت تحمیل می کنند. مگر برایشان عبارتهای فدایت شوم و قربانت گردم و جان نثار را در مناسبت و بدون مناسبت تکرار نکرده و نمی کنیم؟ ما قربانیانشان هستیم. بی تفاوت بودن حکمران تاجدار و عامه‌مدار را شرحیده ام. در همه دوران تاریخ مفتخران نفرصت طلب آماده بوده و هستند که برای لیسیدن در کنار شخص اول قرار گیرند، با پذیرش خاری از یک شخص بر همه مردم اربابی کنند، دور از معیارهای اخلاقی تکراری و بی‌معنا خواسته های شخصی خیش را با زور و کلک زیر سایه رهبر به دست آورند. حال این رهبر هر که باشد، برای این نیرنگیان و پلید فرقی نمی کنند. این وضعی را که شاهدش هستید و اخبارش را می شنوید تکراری از این تاریخ پرافتخار است. اگر شاهی چیزی و جانی متعلق به دیگری را خواست، که می تواند در برابرش قد علم کند؟ اگر کسی مخالفت کرد، فرجامش به کجا می رسید؟ آیا می توانید تصور کنید آن نیاکانی که توتیوار از آنان با افتخار می یادیم در ظلم و ستم شاهان چه بر سرشان آمده؟ ما نمیدانیم، شما هم نمیدانید، تاریخ هم نمی نویسد. باید سالها پژوهش کرد تا برخی از این نارسایی ها را یافته و بخش کوچکی از حقیقتش پی ببرید. خب در دانستن چه باید کرد و یا چه خواهیم کرد؟ اگر در آن دوران بودیم، بیش از آن که پدرانمون کردن، ما چه می توانستیم بکنیم؟ به عقل ما تزریق کردند که پیروزی های جنگ های پادشاهانمون را بزرگ و مصدر افتخار بدانیم. کسی به ما نگفته که سربازان کشوران بر ملت‌های شکست خورده چه مصیبت‌ها وارد کرده، چگونه آنها را چاپیده، سر خود را پوش از دست داده و سر شکست خوردگان را از تن جدا، بر زنانشان تجاوز و دختران و پسرانشان را به بردگی گرفته و از انجام هیچ پستی کوتاهی ننمودند. هنگام شکست خارجیان پیروز تجاوزگر همین وضع فلاکت بار را بر ما تکرار کرده اند. این تاریخ نویسان و بازگویان جریان ها چنان در فریبکاری ماهر بودند و هستند که از فریبکاری و دو تفسیری در شرح اخبار کمرسی نکردند. اسکندر به ایران حمله کرد، پادشاه ایران را شکست داد و فراری نمود. بعد خواهر و یا دخترش روشنک یا رکزانا را به زنی گرفت. آیا رکزانا ممکن بود زیر بار نرفته و مخالفت کند؟ خانواده یزدگرد سوم را با خاری پس از روز و شبها سفر در صحرا به مدینه بردند. در بازار بردگان برابر عرب‌ها در صف قرار داده و عرض فروش گذاشتند. حسین فرزند امام علی و محمد پسر خلیفه وقت عمر بن خطاب هر دو شهربانو را پسندیدند. خلیفه عمر دخت شاه ایران را به امام حسین داد و دو خواهرانش زن بینام و نشانان شدند. شهربانو زن دوم امام حسین شد. چنان عاشق آن سفید روی مهد چهره شد که بعد از ایشان سه زن دیگر نیز گرفت. عجب افتخاری نصیبمان شد که ایشان مادر امام چهارم شدند. آیا ایشان جز کنیز بودن مقامی دیگر داشتند؟
آیا توان مخالفت در اختیارشان بود؟ آیا زن دشمن و قاتل پدر و اشغال کننده میهن شدن مورد قبول و موافقتشان بود؟ آیا یکی از خانمهای شنونده این گفتار میتواند وضع شاهزاده ساسانی را تصور کند؟ آیا میتوانید خود را جای ایشان نهاده و وصف حالشان را به ما به اطلاعید؟ هزاران انسان از سرزمین‌های اطراف به کشور ما پناه برده و برعکس ایرانیان بسیاری از ظلم حکمرانان کشور خود به دیگر جاها رفتند. دیروز از امروز فرقی نکرده، با این حال همه ادعای اصالت می‌کنند جهت کسر امتیاز و تظاهر به آرامش بخشیدن به خیش و دوری از بی ارزش بودن در دنیای واقعیت. خون خود را پاک و برتر از دیگران می‌پندارند. این کمبود فکر و اشتباه را در مغز خود نمیتوانند تحلیل کنند و درست و دروغ بودنش را بشناسند. به جای کسب مقام و برتری با استناد به عقل، بیایید به سوی دنیای آدمیت قدم برداریم، دنیایی که همه انسانهایش از آسایش و احترام برخوردارند، از هیچ کس و هیچ چیزی واهمه نداشته و برای نیکوکاری همه پیش قدم باشیم. همه جنگهای انسان برای مفتخوری و به دست آوردن محصول آماده دیگران بوده و هست. کوروش آقا با کشورهای همسایه چه دشمنی داشت که به هر سو رفت تا مردم را به اطاعت از خیش مجبور و ثروتشان را بچاپد؟ چند هزار تن را سر به نیز کرد. برای چه؟ حق کشتار و چپاول دیگران در کجا یافته بود؟ دستورش را از که دریافت کرده بود؟ خودفریب خوردگان با ارائه آن غلطک کتابها نوشته و تفسیرها طرح می کنند. در فرض ادعاهایتان صحیح و کوروش خان به این نیکی و بزرگی بود، آیا با داشتن پشتوانه از چنین شخصیتی عظیم به وضع کنونی خود و منجلابی که در آن هستید اندیشیده اید؟ با آن اصالت و ادعاهای نیکی و برتری آیا از وضع کنونی خود، ملت و میهن احساس شرمندگی نمی کنید؟ چه شد که به این روز افتادید؟ آیا برای برتر بودن، بهتر شدن و بخش عدالت می باید سر هم نوعان همسایه را برید؟ یا به جای فعالیت و اندیشیدن و بهتر ساختن انسان هم نوع، او را می باید چپید؟ چرا کشتن دیگران و ظلم بر هم نوع چون یک معیار افتخار به عقل ما رفته؟ آنگاه با انتشار یک اعلامیه همه بیدادها و ستمها فراموش می شود. بهانه های آغازیدن جنگ تغییر نیافته، تا کنون ادامه دارد. بنابر مد روز ادعای دور از واقعیت به مغز گله ها وارد می کنند. هدف حقیقی جنگ را که چاپیدن است مخفی و دروغش را به آخر ما بیچارگان می ریزند. با معیارهای دعوت به دین، خداپرستی، نابود کردن کفر و یا دموکراتیک کردن و خلاصی ملت از دیکتاتور علت جنگ را ادعا کردند. بعد از هزاران سال از وجود انسان بر این کنه هیچ یک از هدفهای زورگویی تغییر نکرده. جهت کشتار جمع و ویران آبادیها، صنعت امروز وسایلی آسانتر در اختیار چوپانان نهاده. بزرگترین کشور دنیا که فقیران و بیخانمانهایش به میلیونها تن میرسند، به کشورهای دور رفته و به قربانی کردن جوانان خود مردم بیگناه را با آخرین سلاحها قتل عام میکند. سودش به شرکت‌های سازنده اسلحه، کشتن و نابود کردن میرسد. نیروهای آزمند از پشت پرده کشتن همنوع را طرح و اداره میکنند. دیدن مرگ انسان‌ها و خرابی اینقدر معمولی شده که هر شب در خانه خیش مشغول نوشیدن و کیف و هنگام آسایش در برابر صفحه تلویزیون نشسته و اخبار کشته شدن هم نوع را مشاهده می‌کنیم، بدون اینکه رنجشی را به احساسیم یا به تصوریم که ممکن است این بلاها بر سر خودمان آید، یا خود را جای آن بیچارگان بگذاریم و مصیبتشون را کمی احساس کنیم. آخر شب هم مثل اینکه برای هم نوعی دیگر اتفاقی نیفتاده، یا یعنی که فیلم سینمایی می دیدیم، بر تخت خواب لمیده و خواب خوش می بینیم. تا چه اندازه کوته فکر و بی احساس شده ایم؟ افراد متملق و فرصت طلب که خود را خیرخواه و نجات دهنده ملت معرفی می کنند، از چپاولگران خارجی می خواهند میهن خود را به ادعای نجات بمباران کرده و ملت را بیشتر محروم، سوگوار و بی دست و پا کنند. سپس با چاپیدن ثروت‌ها پاداش را میان خود و خارجی بتقسیمند. دستیابی به آزهایشان مورد نظرشان می باشد. هر بدبختی بر سر ملت آید، برای آزهای بی حدشان در مغز بیمارشان بهای کهنی شمرده می شود. جز خودبینی عقلشان توان تشخیص ندارد.
بیگناهانی که توسط آمریکا و کشورهای دیگر و با ادعای اشتباه در تشخیص هدف به قتل رسیدن چه وضعی دارند؟ ما که ادعای انسانیت میکنیم آیا میتوانیم از درد و رنج بازماندگانشان مطلع شویم؟ بله، اگر این بلاها بر سرمان آید. دردش را تجربه کردیم، آنگاه به شکلی دیگر ناله برآورده و در به در دنبال شنونده آههایمان ویدان میشویم. در غیر این صورت درد دیگر انسان‌ها برایمان مطرح نیست. مگر ما عضو گله نیستیم؟ وقتی سر یکی را بریدن در صف ایستاده نوبتمان را منتظر می‌شویم. با لاف زدن و تظاهر خود را آدم نشان می‌دهیم. حمایت و انسانیتمان از خواندن تکراری شعر دورتر نمی‌رود. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند. تو عزی به درد آورد روزگار، دگر عضواران نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. همه پیشرفت‌های تمدن‌ها دور از آدمیت است. کشش‌های احساسات غلبه کرده بر عقل نمی درکیم. وقتی همان جریان بر ما اتفاق افتاد، بدون درک اندیشیدن ضد و نقیض با تصمیم‌ها و اظهارات دوگانه و مخالف حکم صادر می‌کنیم. این وضعیت انسان هرگز تغییر نکرده و نخواهد کرد. عواملی که این کشش و یا سبک اندیشه را بر مغز انسان تحمیل کرده‌اند از روز اول حکمرانی اقلیت بر اکثریت و تا حال تغییری ننموده. فرق میان گذشته و دوران معاصر این است: قبلا اخبار و جریان‌ها به کندی پخش می‌شد و شاید هرگز به دیگر جاها نمی‌رسید. امروز اطلاع یابی به سرعت در همه دنیا همگانی شده. اسرار هرچند که مخفی بمانند آشکار و فاش خواهند شد، اما مغز حکمرانان تغییر نکرده و سبک کار و روششان از هزاران سال پیش تا کنون به همان صورت باقی مانده. آیا تصور ادامه وضع کنونی ممکن است؟ یعنی می شود مطلع بودن اکثریت را ناچیز دانست و یا نادیده گرفت و حکمران چون همه دوران تاریخ به خودکامگی ادامه دهد؟ ادامه این وضع غیر ممکن است. دنیای امروز چون گذشته نیست، در آستانه تغییر بزرگی قرار گرفته. این تغییر پیشبینی شده در عرض دهه آینده اتفاق خواهد افتاد. دگرگونی در کشورهای بسیاری خواهد بود. اوضاع به شکل دیگر در خواهد آمد. بالا سر در جایش نخواهد ماند و تو سرخور به وضعش ادامه نخواهد داد. به اندازه‌ای که پایینی امید به تغییر دارد، بالایی از سرنگونی خود بیخبر است. همیشه همینطور بوده. نمیخواهد بد شدن را بتصورد، به همان درجه که بدبخت دست از امیدواری و کوشش برای تغییر دست بر نمیدارد. تغییر پیشبینی شده این بار شکلی دیگر خواهد داشت. اوضاع اغلب مردم از اوضاع و فساد خرابکاری های حکمرانان مطلع هستند. فراهم شدن وضع به علت دانستن و دانش یافتن به شکلی که یک جنبش عمومی را به راه اندازد سر کشیده و دگرگونی به بار خواهد آورد. فراهم بودن وسایل اطلاع رسانی امروز و قرار گرفتنش در اختیار اکثریت نمیگذارد تصور کرد چون 3 و یا 4 قرن پیش حکمرانان تکرو به زورگویی ها ادامه دهند. شاید این پیش بینی را باور نکنید. آینده تنها ملاک سنجش و حکم خواهد بود. خود را آماده کنید. یا با عدم ارزش دانستن این اختار از هر گونه اندیشیدن و آمادگی دور شده مغزتان را در آسایش نگه دارید. در هر صورت تک تک ما هیچ توانی نداریم. هنگام آغاز این تغییر دست جمعی بسیاری از ما سوختش خواهیم بود، بدون اینکه بهتر شدن در اثر تغییر را کسی برایمان تضمین کند. حتمی بودن تغییر که امروز به اطلاعتان رسید رایگان تقدیمتان شد. فردا که اتفاق افتاد بها، ارزش و دست آوردهایش معلوم خواهند گشت. پس از انجام تجربه باز گفتار عقل بشر را ادامه داده و اشتباه‌های نه‌اندیشیدن و برنامه نریختن علارغم اختار را مورد بحث قرار می‌دهیم. بعدش چه می‌شود؟ کسی نمی‌داند. آیا انسان با استفاده از مغز و اندیشیدن فعالیت خواهد کرد؟ یا باز آزمندانی تازه نفس و خودخواه روش این کره را سوی یک تاریکی تجربه نشده و نو خواهند برد؟ آنگاه روز از نو و چوپانانی نو و گله صفتهایی نوین بر سر ما پاشیده خواهد شد. این گفتارها
برای تحریک مغز و اندیشیدن شما تهیه شده تا از توان مغز خود بیشترین استفاده را بکنید و با بی‌فکری و پیروی از هر چه میشنوید و از هر کس که سخنی گفت عقل خود را ضایع نکرده و آیندتان را به هدر ندهید. هر کس ایده ای را ترک کرد، به جای موافقت و مخالفت سوال پیچش کنید، هم خدا آموخته و اگر او توان عقلی داشت از شما فرا میگیرد. تندرستی شما و خوشبختی در زندگیتان را دور از حکمرانان بهره‌مند نشده از عقل آرزو میکنم. ممنون از شما. ای کاش شما روی فیسبوک بودید تا صحبتایی رو که دوستان اینجا می نویسن، مخصوصا چون شما خودت میگی که به سادگی قبول نکنید و طرف رو سوال پیچ کنید. خانم دکتر بهیه جیلانی میگه که دروغ بزرگ شهربانو زن امام حسین شد. یعنی اگه دروغ بزرگه پس باید بگیم شهربانو زن امام حسین نشد. بعد ایشون باز توضیح میده، میگه که یزدگرد هنگام مرگ 28 سال داشته، حدود 15 سال دوران آوارگی یزدگرد بوده است که اگر این را از تاریخ مرگش کم کنیم میشود 13 سال. با توجه به اینکه در سال دوم پادشاهی یزدگرد اعراب به ایران حمله کردند، یزدگرد در هنگام جلوس بر تخت پادشاهی بیشتر از 11 سال نداشته، بنابراین اون نمیتوانست دختری داشته باشد که اعراب آن را دستگیر کنند و به عربستان ببرند و زن امام حسین شود. آقای اکبری میگه با کمال معذرت باید بگویم ملت ایران خیلی ضعیف کش است و در مقابل قوی تر از خودش خیلی زبون است. همیشه دوست داریم یک آقا بالا سر داشته باشیم، حال به صورت رهبر معظم، نایب امام زمان یا خدایگان شاهنشاه آریامه. خب همه اینا ممنون و متشکرم. و یکی از دوستان فرستاد که آقا دلپیک هنوزم هست، هم به صورت زانوبند مواد زدن بهش رو پاتون میبندید 8 ساعت گرم نگه میداره، هم به صورت پماد هست، اسپلش هم هست DOLPIC. بذارید من اینجا نشونتون بدم عکسش رو. سلکت ایریا، یه از این قطعی هایی که توی CVS و اینا میبینین، چیزهای دیگه از زانوبنده، ولی این مثل یه موادی هم بهشه. اینجا هم نوشته 8 ساعت به اصطلاح این مواد لابد جذب میشه و انجام میده. دوستان شما هیچ وقت شده با یک کسی دوست باشید و این دوستتون یه اینجا میگن something in common، یه چیزایی یه وجوه مشترک داشته باشه، بعد یه مدت این سر یه موضوعی از شما دلخور میشه. شما اگه بگی آقا اسم شما آقای بها ابهریه، میگه نه آقا غلط کردی سربی، اسم من بها ابهری نیست، بها ابهری ببخشید، بله بها ابهری. این آقای بها ابهری الان تو اون سیچویشن یا تو اون موقعیتی قرار گرفته که اگه من نگاه کنم به اینجا بگم الان ساعت 3:20 هست، 3:19 هست در واشنگتن، ایشون فوری اینجا می‌نویسه که سربی چرا دروغ میگویی، در کالیفرنیا 3:12:19 هست. آقای ابهری دیگه اصلا زبون لکنه افتادم، چون هم عصبانیم هم خندم میگیره. آقا شما یه ویدیویی نگاه کردی، حالا یا مشتری اومده یا خانمت زنگ زده گفته اسکی داری میای نونم بخر بیا، یه قسمتشو ندیدی، متوجه نشدی، سربی اومده این ویدیو رو دیده، اون قسمت رو متوجه شده داره به شما میگه، شما نباید هم الان تو برنامه زنده بنویسید اصلا آقای عباس امیر انتظام چنین چیزی نگفت. باید بعد از برنامه من بری این ویدیو رو این بار با دقت، اگه خانمت هم زنگ زد تلفن جواب ندی بذاری پیام بذاری، اینو گوش بدی، بعد بگی ای داد بیداد این ضرب المثلی هست که تو مو میبینی و من پیچش مو، الان دیگه تو سر میبینی و من ریزش مو، عجب سربی تیزبین بوده، عجب تیزگوش بوده که اینو شنیده. بعد حالا اینو بندازیم اصلا فعلا کنار، بزرگترین زندانی که در حال چرت زدنه از این قرصایی که میدن آرام بخش بنده خدا، ایشون شده قهرمان آقای ابهری. آقا برو دنبالش، هر کاری میگه انجام بده، موفق باشید، موفق باشید. برنامه آقای عباس امیر انتظام در 40 سال گذشته چی بوده؟ برو دنبالش، اینو شما بل کن.
ما میگیم آقا یه روزی ما نشسته بودیم اینجا، دوستمون زنگ زده گفته سربی یه نفر از ایران اومده، زن داره بچه داره دنبال کار میگرده، میتونی براش کاری انجام بدی؟ ما بلند شدیم وقتمون رو گذاشتیم رفتیم اونجا، گفتیم آقا این کمکیه که ما میتونیم در اختیارت بذاریم، استدیو مجانی، دوربین مجانی، آب، برق، گاز، گوز، کولر مجانی، بیا فیلم درست کن، اگه پولی گیرت اومد اولا مال خودت. حالا ببینید آقای اپری، آقای اپری خجالت نمیکشی؟ تو کاکامیا دوست منی، خجالت نمیکشی مینویسی؟ حتما اون اومده به تو کمک کنه. من ریدم تو کمکی که آقای حسین دهباشی میخواد به من بکنه. مگه من عاجز بودم؟ مگه من به شما گفتم کمک، به کسی گفتم کمک که اون از ایران مرده که با برادر با پاسپورت برادرش فرار کرده چون گوهی اومده میخواسته به من کمک کنه خجالت بکش آقای ابهری؟ آخه این چیه شما نوشتی؟ والا آدم باید یواش شما رو بلاک کنه، نه خودت عصبانی کنه نه خودشو عصبانی کنه، ولی این چیه شما نوشتی؟ حسین دهباشی مأموریتی برای وطنش بلند شده از ایران اومده به من کمک کنه تو واشنگتن؟ منی که از روز سومی که رسیدم اینجا رفتم کارگری کردم؟ خجالت بکش آقا، این کلمه خوبیه، به دوستمون تو صورتش نگاه کنی بگی آقا خجالت بکش. این چه حرفی شما میزنی؟ بعد برو اون فیلم امیر انتظام رو نگاه کن. اصلا بذارید حالا که اینجور شد، دوستان من این فیلم رو به شما نشون میدم. وقتی یه نفر میگه من که کاری نکردم که بر نگردم مملکت، یعنی چی؟ یعنی یکایک که شما سربی، ابهری، ایران، آقای آریانپور، آقای انصاری، آقای تیمسار عقیلیپور، هر کسی که اسم میبری، اینا یک کاری کردن که خجالت زده هستن، دزدی کردن. آقا دیگه اعصاب آدم نرین این توش. حالا ما در باز گذاشتیم گفتیم بفرمایید بیان زیر سایه بشینید چایی بخورید فلان، نگفتیم بیا آقا تو اتاق مهمون خونه تنبون تو بکش پایین برین. من در مصاحبه حسین دهباشی با فائزه رفسنجانی متوجه شدم این زن چقدر آگاه و فداکاره. آقا این زن یه پتیاره است، تا موقعی که باباش بر سر قدرت بوده خوردن و بردن و کردن و دادن، حالا که باباشو گرفتن انداختن اونجا اینا صداشون در اومد. فائزه رفسنجانی شده قهرمان شما، ای خاک بر سر من، نمیگم خاک بر سر شما، ای خاک واقعا بر سر ما، اینا شدن قهرمان ما امروز. حالا بیا این فیلم گفتگوی جنجالی، نه گفتگوی حسین دهباشی با این آقای چیز رو من به شما نشون بدم. اولا بذارید صداش قطع کنم اینجایی که یه 10 دقیقه. وقت مرد حسابی، شما میگی ایشون آمده با اینا مصاحبه کرده، طبق قانون ژورنالیستی، طبق قانون مرام، معرفت، عرف، هر چیزی، این باید به اینا میگفت که از طرف جمهوری اسلامیه، نه که بیاد مصاحبه کنه اینا برون فیلم رو بفروشه به اونا. عجب واقعا، وقت ما شما رو تو آمریکا داریم؟ به 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 به، طرف آمده به اینا اون دروغ گفته، مصاحبه رو جمع کرده بعدم برده فروخته به جمهوری اسلامی، اصلا از اونا داشته حقوق میگرفته. اگه بتونم پرونده FBIش احتمالا پابلیکه، بتونم پیدا کنم. آخه خجالت آورش، قهرمان شما حالا شده خانم هاشمی، فائزه هاشمی و آقای حسین دهباشی و آقای امیرعباس انتظام. آقا مبارک باشه، مبارک باشه. خب بذارید من اینو اگه بتونم براتون پیدا کنم. شما به اتهام جاسوسی حکم اعدام گرفتید از طرف قاضی وقت. همینجا وایسی فکر کنم همینجاست. ببخشید شما اگه رفتی دستشویی متوجه نشدی، یا اگر عشق و علاقه و بت پرستی اقد بوده که این اگه فوش خوار مادرم بهمون بده متوجه نمیشی، گناه منه؟ همینه دیگه، هر کی متوجه میشه با فوشش بدیم، هر کی متوجه میشه باید ایرادش بگیریم. بفرما ایشونو به عنوان جاسوسی به اعدام محکوم کردن. حالا گوش کنید. آقای محمد محمدی گیلانی که البته این حکم اعدام به تقاضای رهبران ملی و موافقت امام خمینی تبدیل شد به حکم ابد.
از اون ماجرا حدود 30 چند سال بعد آقای محمدی گیلانی در بیمارستان پارس بستری شده بودند و شما به عیادت ایشون رفتید. چرا برای کسی که به شما حکم اعدام داده بود؟ اولا کجای دنیا شما دیدی یه نفر با یکی مصاحبه کنه، خانمش با ناز و با اجازه و حالا اگه خانمشه یا خواهرش من نمیدونم، اجازه دارم بخونم؟ خانم جیلانی شما که با اینا زندان بودید به من بگید اجازه دارم بخونم؟ اگه اجازه نداری، مرض داشتی، این کاغذها رو گرفتی دستت اومدی تمرگیدی تو مصاحبه، اینو من گفتم با سرعت تندتر جلو بره که برسیم به اونجایی که آقای ابهری رفته بوده گل بچینه. این آقا گفته که آقا من که دزدی نکردم، من که کار خلافی نکردم که برم خارج. وقتی اینو میگه یعنی چی؟ یعنی اونایی که این کارا رو خارج رفتن کار خلاف کردن. با اجازه شما بفهم اجازه هست. من عباس امیر انتظام در تاریخ 28 الله طالبانی در مسجد در زمان دبیرستان به محل فردوخی به از زندگیم با روحانیت سرکار نداشتم و خام با وجود که نه آقا این وقت تلف کردن دوستانه. من برات پیداش میکنم اونجایی که میگه حتی رئیس و رؤسای کشورهای دیگه به من گفتن نرو، ما شنیدیم دسیسه‌ای برای تو در کاره، ولی من نه، من وکالت دادم. بله ایشون نوشتن خانمشان هستم. خیلی ممنون خانم دکتر جیلانی عزیز. خانم جیلانی شما که جامعه شناس مملکت ما هستید این صحبتای آقای امیر عباس انتظام رو گوش کنید، ببینید این آدم حالا بعد این همه زندانی مغزش رو چیکار کردن که باورش اینه که هر کی رفته خارج یه کار خلاف کرده، غیر قانونی کرده، دزدی کرده. من آقا سال 2004 بود که بود اینجا هی سر و صدا شد رفسنجانی که بیاین ایران، نمیدونم اونایی که رفتن ما میبخشیمشون. من اومدم تو برنامه گفتم که آقا ماها باید شما رو ببخشیم، ماها باید شما رو ببخشیم، شما ما رو میبخشین؟ ما چیکار کردیم؟ حالا شما میگه اینجوری این آقا اومده. نه آقا ولش کن، من کاری نکردم، به ترسن راجع به خودش صحبت میکنه و آن را دیدم. پس دیدی شما فعلا اینجا رو دروغ گفتی شما، پس شما اینجا رو دیده بودی که میگه من که کاری نکردم. وقتی میگه من که کاری نکردم پس از چی به ترسن برمیگردم مملکت؟ یعنی شما آقای ابهری دزدی کردی، پول دولت خوردی، جنایت کردی، میترسی که بری ایران؟ آقا یه کمی انصاف داشته باش. بعد به منی که اینجا نشستم آقای دهباشی رو نمیشناسم دارم میگم اینو با عنوان اسم حسن به من معرفی کردن، بعد ما دیدیم به اسم حسین کردنش بیرون، شما میگی این حتما اومده کمکت کرده؟ من ریدم تو گور پدر و مادر این که من کمک از این بخوام. آخه مرد حسابی، من اینجا 62 سالم دارم مثل خر کار میکنم، از این کمک میخوام؟ کسی که با تیپا کردنش بیرون از اینجا، کسی که خدا میدونه پشت اومدنش به اینجا چه داستانی بوده. آخه چرا به دوستامون توهین میکنیم که به اونام اجازه بدیم به ما توهین کنن؟ من از گل نازکتر به شما گفته بودم تو این چند سال، شما الان چند باره داری هم مینویسی؟ آقا ننویس، مجبور که نیستی که، مثل اون روز نوشتی من تا خوندم گفتی آقا من اینو پاک کردم. برات گفتم آقا میخ که میزنی توی دیواری، میخری که میکشی، حالا اگه آدامس هم تو دهنت باشه بچکونی، باز طرف میاد میبینه آقا اینجا رنگش کرمیه، وایت اون آدامس هنوز سفیده. نکنیم آقا میخ نزنیم توی سوراخا که بعد بگیم حالا چرا زدیم، حالا کشیدیم. خدای پس آقایون، خانما، آقای ابهری میگه بله منم اونو شنیدم، ایشون دستشویی نبوده، شنیده اون قسمتا. خب آقای امیر عباس انتظام، همه اینایی که رفتن با شما فرق میکردن، شما تافته جدا بافته بودی، سفیر بودی، وضعت خوب بوده، بچهات اونجا نمیدونم گذاشتی درس بخونن، یک کسی هم کردی وکیل و موکل و برگشتی اونجا ببینی چه خبره. اینم لابد یا مسئله ملک و زمین و املاک بوده. آقا بشینید دیگه، نذارید ما انگولکمون نکنیم، پا رو دممون نذارید، ما واق واق نمی کنیم، نشستیم اینجا داریم نگاه میکنیم، ولی رد بشی پا رو دممون بذاری خب دیگه چی؟ نه خیر، معنی حرف امین اتظام اصلا حرف شما نیست. اوکی آقا، وی اگری آن دیس اگری، ملت شما نگاه کنید ببینید من درست میگم یا آقای ابهری درست میگه.
قرار نیست که ما دوتامون همه چی رو درست بگیم. شما یه فیلمایی بود اون وقتا نشون میدادن از لحاظ قانونی باید دوز دستگیر میشد، این آمریکایی‌ها فیلم رو ولش میکرد، داشت میرفت به طرف مکزیک دیگه، میدونست که یعنی رفت دیگه، در رفت. اون موقع هم که مثلا کامپیوتر نبود تو مکزیک هم گیرش بیارن. دولت ایران، آقای شاه، مسئولین فرهنگ هنر مینوشتن پس از 3 ماه در مکزیک دستگیر شد، بدونی که اصلا فیلم آمریکایی چنین حرفی زده باشه. حالا شما هم همینو میگی، آقای آخر یه فیلمی تموم میشه، شما میگی زنه به مرده رسید، ما میگیم نه آقا این زن و مرده به هم نرسیدن و مردن، با قصه مردن. این حق من و شماست. ولی اینی که شما میگی نگفت همچین چیزی، بعد که من میام میگم میگی بله گفت ولی منظورش این نیست، اون فرق میکنه با این. بعد اون آقای دهباشی لابد اومده به شما کمک کرده، چون به شما کمک کرده شما فکر کردی اومده به سوربی هم کمک کن. خدا من نمیفهمم والا. دستم ممنونم دوست. میگه که آقای امیر انتظام ایران زندگی میکند و شرایط ایران و آقای امیر انتظام هنوز زندانی هستند و آزادی استعلاجی هستند و نمیتوانند از ایران خارج شوند و فرزندان ایشون در خارج زندگی میکنند و ایران هم نمیتوانند آقای امیر انتظام زندگی غمگینی داشتند. بله خود ایشون میگه، میگه وقتی که من مثل که این سفیر 4 کشور این چی بهش میگن اسکاندیناوی اینا بوده، بعد میگه فلان دوست خارجیمون رو کردیم وکیلمون و من بلند شدم رفتم. یه چیز خیلی ساده پیش پا افتاده ایه. یعنی مملکت اینا دستن در کارش بودن که این مملکت برای بچه های خودشون خوب نبوده. همین آخوندهای امروز این قرم ساقا بچه هاشون چپ و راست تو انگلستانن، تو کانادا هستن، تو آمریکا هستن. یعنی چی؟ اتفاقا دیدم آقای زهرابی یه عکسی گذاشته از این جنتی که نوشته، حالا یا فتوشاپ یا هرچی، نوشته که ما باید بریم دانشگاه های غرب و درس خمینی شناسی یاد بدیم. آقای زرابی هم نوشته وای بر حال ما که چه خواهد شد. نوشتم آقا نگو چه خواهد شد، شده. 30 سال 20 سال تو این کالیفرنیا دوستان شاه اللهی و ایرانی نشستن که ما میخوایم دانشگاه پارسی زبانان پهلوی نمیدونم فلان درست کنیم. هنوز یه دبستان کلاس اول درست نکردن، ولی آخوندن میگه من نگفته من میخوام دانشگاه باز کنم. یکی یکی همه رو چی کرده، چی میگن وقتی طرف میفرسن، صادر، همه رو صادر کرده، اینجا دارن درس میدن. آقای سروش داره درس میده، آقای کدیور داره درس میده، آقای فخرآور داره درس میده. یعنی اینا چقدر زرنگن. اینا بدونی که دانشگاه بسازن، بدونی که مدرسه بسازن، رفتن تو دانشگاه دارن درس میدن. آقا یه مشکی خلوچلی نشستیم دور خودمون فکر میکنیم همه چی رو میدونیم. آقا رشته شما چیه؟ آقای ابهری که ما راجع به هر چی میگیم شما نظر میدی، چی خوندی؟ شما شدی اون استراتژیسته که میگه که من برای بعدش دارم میگم، اینا اپوزیسیون دارن قبلش میگن. میگم مرد حسابی اپوزیسیون، ببخشید، میگه برای بعدش اینا برنامه دارن، من برای قبلش دارم میگم. میگم کجا برای بعدش برنامه دارن؟ همهشون میگن حالا بریم آزاد کنیم بعدن، که همه میگن آقا اگه آزاد کنید که میشین مثل همون خمینی که گوه حالا میان بعدن میرم میشینم اونجا. خلاصه والا من نمیدونم. امیر انتظام و چند تای دیگه از جمله بازرگان به خاطر مخالفت با متمم اصل ولایت فقیه دوچار غضب خمینی شدن. آفرین، ممنونم. من اصلا همچین تاریخ اینا رو نمیدونم و به خاطر این که نمیدونم نظر نمیدم. ولی بحث من اینه، آقا به هر دلیلی این آقا که ما بهش به عنوان فعال سیاسی، روشنگر، روشن فکر، فرهیخته نگاه میکنیم، حاصل زندگیش اینه که 40 سال الان بعضی مصاحبهاش گریه میکنه، اشک میریزه، میگه من زن و بچه‌م رو نابود کردم. وقتی زن بچهش نابود کرده، ایشون به من دینی به این ندارم، برای من چه کار کرده؟ آقای ابهری بهش بده کاره، چون آقای ابهری بوده که ایشونو قبول داره ولی نرفته دنبالش. آقای ابهری بوده که فازه هاشمی رو قبول داره ولی نرفته دنبالش. آقای ابهری بوده که حسین، حسن، هرچی، لابد یه جای دیگه هم اسمش علیه توی کشور دیگه، آقای دهباشی رو قبول داشته، احتمالاً کمکش هم کرده، مغازه‌ای براش راه انداخته. چی بگم؟ ببین چقدر آدم زورش میاد.
وقتی یه دوستش بهش دروغ بگه تهمت بزنه بیشتر میسوزه، چون اونی که دشمن باشه میگه آقا فلان خلان خارمادرت برو ولش میکنی میری، ولی دوستت که یه چیزی میگه، این گفتم بهایا یه شعری مال حافظه میخونه خیلی قشنگ که میگه من از غریبه ها چه نمینالم، چون که هرچه با من کرد خودی کرد. آقا ما این همه توضیح دادیم، شما اینو فهمیدی که آقای حسین دهباشی چه جوانمردی بلند شده با زن و بچه اومده اینجا به سوربی کمک کنه. سوربی آدم مفلوکی بدبختی، از روزی سال 1986 که تو اومده آمریکا گدایی کرده، بعد حسین دهباشی که اومد اصلا این بمب منفجر شد. خجالت داره واقعا. آها حالا درست شد. دروغگویی را بهتره به هم نسبت ندهیم، شاید بهتر باشه، چون همه در زمانی اشتباه میکنیم. آه اوکی آه مرس. دوستان عزیز ساعت 3:37 دقیقه است. اندی رو بهتون نشون دادم، درباره جنیز هوکا صحبت کردیم، والنتاین رو بهتون نشون دادم، اندیشکده رو نشون دادم. هنوز خبری از برنامه 26 آقای مهدی تبریزی نداریم. انقدر من مقاله و ویدیو براتون گذاشتم، مخصوصا این آقای پتیک مهدسیان دوست عزیزمون یه چیزی راجع به برنامه قبلی من نوشته بود، من نگاه کردم ببینم این با چه دقتی نشسته این فیلم رو نگاه کرده. حالا شاید برای آقای ابهری بفرستم، آقای ابهری یاد بگیره آقا اینجوری میان راجع به یک چیزی صحبت میکنن، میان نگاه میکنن، قلم کاغذ میذارن در کنار دستشون، بعد اون موقع مینویسن. حالا بذارید من ببینم که کدومشه که راجع به برنامه قبلیه. این یکی راجع به تاریخچه راه‌های آمریکاست، ولی اون آها کاکو جون سلام، برنامه رو دیدم، اما برای آنکه جوابی به آقای ابهری و امثال او که پای پیاده به وسط حرفهای شما می آیند بدهم، لازم دانستم دوباره برنامه را گوش کنم. نتیجهش تقریبا 3 صفحه می باشد. ببین آقای ابهری، دوست نازنین من بازم شما رو دوست نازنین خطاب می کنم. ببین ما دوستای اینجوری داریم، من و شما. طرف میگه برای که من یه چیزی نگم که برخلاف حقیقت باشه و جواب آقای ابهری رو داده باشم، رفتم برنامه، یعنی مزخرفات من رو ایشون یه بار دیگه هم نشسته 2 ساعت گوش داده. بله میگه در دقیقه 1 حمله به سوریه که آقای دکتر مرتضی محیط هم در برنامهش گفت که ارسال موشک به سوریه با تماس مستقیم آمریکا با روسیه بوده است و در زمان انجام کلیه نیروهای سوریه و روسیه از دو ماه اون شهر خارج شده بودند. بدین وسیله هم ترامپ بی اعتبار نشد و هم نیروهای روسیه و سوریه در دو ماه آسیب ندیدن. همین آقای میبودی نشسته بود میگفت به خاطر این حمله ترامپ اینجا از اوباما زده جلو. آقای میبودی خجالت بکش، 4 تا روزنامه درست حسابی رو بخون، روزنامه ایرانی لس آنجلس رو نخون، 4 تا روزنامه تیراژ آمریکایی رو بخون. بله ضمناً تنهایی شهر در دست عوامل مخرب بود که قرار بود شهر را با اسلحه سنگین تحویل و خود به جای دیگر کوچ کنند. قابل تفکر است. ضمناً دکتر محیط گفت از 103 موشک 73 تای آن توسط نیروها منهدم شدند. 2 ببین این تازه رسیدیم به دقیقه 6. بعضی اوقات امتحان کردن مردم لازم است. 3 دقیقه 8 در جنگ ایران و عراق هر دو کشور هیچ نقشی نداشتند. تنها کشور آمریکا بود که برای سرپا نگاه داشتن خود جنس‌هایش را غالب می‌کند. اگر بعد از جنگ دوم جهانی به این طرف نگاه کنید، همیشه آمریکا را خواهید دید، یعنی در جنگ‌ها. 4 دقیقه 20 خلاف است، مگر استثناء برای پولدارها و شازده‌ها و آقازاده‌ها. می‌دونید که 2 چیز هم هست، میگن یکی نمی‌دونم خلافکاری پولارا، یکی مردن فقیرا سر صدا نداره. این اونجایی که اون خانم گفته بود که آقازاده ها هم دزدی کردن. میگم بابا آقازاده ها که بچه خودش نمیری بگیره، ولی اینو گرفته. بعدم شما تو خانوادهتون به داداشت میگی حالا که آقازاده دزدی میکنه تام برو اسلحه بردار، برو طلا فروشی دزدی. خب اگه نمیگی به اینم بگید نه کار بدی انجام داده.
دقیقه 22 هدف آمریکا نه فقط در خاورمیانه بلکه در تمام جهان به هم زدن و استفاده بردن است. دقیقه 27 دکتر و وکیل اگر دردسر کار را به منزل میبرن لااقل پولش را میگیرن. اون سوشال ورکر بدبخت چه کنه؟ ببین ما یه بیننده اینجوری داریم، با دقت میشینه قشنگ صحبت میکنه، اون وقت شما ببخشید رودل میای میگی که اومده کمکت کنه. خب منم 10 بار میگم ریدم به قبر پدرش که بخواد به من کمک کنه، من به کمک کسی احتیاج ندارم. دقیقه 28 اگر بعد از هر نقطه جمله سر خط بیاد نامه جلال عبدو راجع به همین نوشتارمون که درست رعایت نمی‌کنیم. دقیقه 50 خورد و خوراک با آشنا معامله با غریبه، اینی بود که گفتم یه دوستی یه پولی داده بود به اون، بعد حالا به من میگفت این دوستت، گفتم اون روز دیدی شما دوتا دوست بودی، شما با هم رفتین نهار، حتی به من تعارف کردی، گفتم من نمیام شما بری. حالا اون به من گله میکنه که به این اینجوری بگو، تام به من گله میکنی. این ضرب المثل استفاده میکنه، میگه خورد و خوراک با آشنا معامله با غریبه. دقیقه 54 بشر باید قابل انتاب باشد، که منی که اینجا آمدم دیدم کار خود را نمیتوانم انجام بدم، رفتم دنبال حمالی، خوشحالم و از زندگی خود راضی. دقیقه 58 باریکلا من اگر میتونستم برای چند سال کلاس اول را میگذاشتم تا خوب پخته شوم، با مردودی اشتباه نشود. این راجع به همون دانشگاه و کلاس اول و مدرسه و اینها بود. ساعت 1:11 در مورد سما برهانی یاد 50 سال پیش افتادم. در امتحان نهایی پسری 1 هفته قبل از شروع امتحان با سر باندپیچی سر کلاس حاضر شد. علت طبق معمول شکستگی سر بود. پس از پایان امتحانات و تعطیلی مشخص گردید پسر با دوستش در خانه مکالمه داشته است. قلو و چاخانش به کنار، فکر مهم است. میگه ساعت 1:13 در مورد وطن و شهرها به نکته جالبی اشاره کردی. فکر میکنی برای چی این همه جوک رشتی و ترکی و لوری و غیره میسازن؟ این اونجایی بوده که من گفتم آقا امروز اگه تو بگی ایران، فردا که من و تو میگیم ایران، تو بگی تهران، من بگم شیراز، ما بازم دعوا داریم. این اصلا نمیدونم این کلمه وطن پرستی و اینها را به ما بد آموزش دادن. ساعت 1:15 این ترانه فرحی را چه به جا به کار بردی. اونی هست که میگه مرز ایران پر از گوهر است، بعد این میگه آقا دشمن تو خونت نشسته، چی مرز ایران پر از گوهر است، بلند شد کونت تکون بده، یه کاری بکن. ساعت 1:26 اینطور که ما پیش میرویم یواش یواش تمام قبرهای اصل نسب اخمانی ها پیدا خواهد شد. زندن در مورد اینکه زرتشتی قبل ندارن نگران نباش. دوستان رند فورا آیهی درست خواهند کرد. آفرین، این همون ماجرایی که یه قبری رو عکسش یه دوست فرستاده بود که این یا خواهر کوروشه یا مادر کوروشه. گفتم آقا شما که اینقدر تاریخ قشنگ می‌نویسین، کوروش که تمام پول زناره که داده نوشته چه روزی حامله بوده چه روزی نیومده سر کار، امروز 2 سکه بهش کم دادیم، امروز 2 اشرفی بهش زیاد دادیم، اون وقت معلوم نیست اینجا قبر خواهرش یا مادرش بوده. خب معلومه که اینا دروغ مزخرفه. زندان اگه اینا زرتشتی بودن، زرتشتی که قبر نمی‌سازه، که خدا میدونه این ساختمونا برای چی بوده. حالا هر کی میاد دوره بعدی هم یکی دیگه میاد میگه اینا مال هخامنشیان نبود، مال ساسانیان بود، او یکی دیگه میگه نبود، مال اشکانیان بود. ول کنید بریزید تو سطل آشغال. ساعت 1:36 این موزیک متن مثل اینکه در تمام جوابه اثر کرده. یه ویدیوی رو ما میخواستیم نشون بدیم، موزیک متنش اعصابمون خرد کرد. این دوست منم با ما موافقه، میگه ساعت 1:40 شاه مرده ولش کن. این دوگانگی صحبت کردن در زبان فارسیه. آفرین، میگم اون روز طرف داشت قشنگ تو مهمونی میگفت که شاه اصلا از همین الان اگه گذاشته بودن اصلا دنیا رو نجات میدن. بابا آقای مردی که سواد نداشت چی داری میگی؟ این ما میرم هنر پیشه فیلم میشه. بله، باید از نوادر تاریخ خوان، هر طرف به صلاح روزه است آن درست است. ساعت 1:45 پسر 16 ساله خلبان، نه دختر 12 سالهش. خب دوتا غلط داشتم، بده 18 تا بریم دیگه. گفتم بهتون یک خلبان احمقی بچهش رو داشته آموزش میداده، هواپیمای سقوط کرده، ایشون میگه آقا پسرش 16 ساله بوده نه دختر 12 ساله. در هر صورت 16 سالگی یا 12 سالگی پسر بودن یا دختر بودن، این در خر بود. ببخشید حالا بگم خر، اون دوستمون از خلیج فارس میگه چرا به اینا توهین میکنی به خرا. در احمق بودن، نادان بودن خلبان تأثیری نمیذاره. ساعت 1:51
کاما و ویرگول یکی نیست، کاش توضیح داده بودین، چون من همیشه فکر میکردم یکیه، چیه کاما چیه ویرگول چیه. ساعت 1:50 البته که گوش زد کردن خوب است، پشتش هم جریمه. در پایان سوریه را اگر به صورت شکسته بخوانی میشه روسیه، از این بری یعنی. در هر صورت اینم ماجرای پتی که ممنون و متشکرشم. و بعضی وقتا هم این پتیگ یه چیزی که می نویسه من بهش میگم نه آقا من اینجا با شما مخالفم. و اما میگه در مورد شهر گلندل تحقیق کردم، اینو که بهتون خوندم اون روز، درباره جاده های ایران بذارید، جاده های ایران، جاده های آمریکا براتون بخونم. unknown caller، بله اینم این، این unknown caller را حقیقتا سعید حرف خوبی زد، اینا آشغالن، آشغال باب نستو آشغال. unknown caller یعنی چی؟ یعنی اینجا حرف انتظام درسته، یعنی این یک کرمی داره که نمیخواد شمارش نشون بده، ولی اگه مثل آدم زنگ بزنه اصلا شمارش هم تازه نخواد چی کنه، خودش میگه آقا شماره من اینه. اینا یک کرمی دارن. حالا ما چرا خودمونو با آدمای کرمدار، اگه ما بفهمیم یکی مریضه مگه ازش دوری نمیکنیم؟ اگه دست بده سرفه کنه مگه نمیریم دستونو بشوریم؟ باید بریم اون و ولمون کنیم. بله خیلی ممنون، متشکرم. Just an overstatement on your side. It's okay with me. There you go. این نظر منه. من یه فیلمی رو دیدم، قبلنم از امیر انتظام صحبت کردم، گفتم به نظر من این آقا اشتباه کرده. به جوان ایرانی چی یاد داده امیر انتظام؟ که اول اشتباه کن برو با اینا، بعد که اشتباهتو فهمیدی برو تو زندانشون. چه چیزی یاد گرفتیم ما از امیر عباس انتظام؟ آقا وقتی فهمیدی اشتباهه وایس و داد بزن، فریاد بزن، چهار تاشون رو بکش، چهار تا رو از بین ببر. نه، تا باهاشون بودم فکر میکردم درسته درسته، بعد به خاطر هر چیزی، حالا تازه ما نمیدونیم، حالا یکی از اون ور بیاد بعد بگه آقا این میخواسته وزیر بشه، بهش گفتن نه فعلا همون سفیر باشه فلان، اینا ناراحت شده، اونم میماند برای خود. ولی چیکار کرده؟ تا باهاشون بودم باهاشون بودم، وقتی نشد رفتم زندان. اصلا مثل که شما دنبال این آدم ها هستی. خانم فائزه هم همین بود، تا موقعی که این زنک با پدرش پدر مردم ایران رو در آوردن، جنگ رو طولانی کردن، مردی که من رفتم خدمت امام گفتم صلح کنی، ایشون گفت نه، منم گفتم نه، گو خوردی مرد که پدر سر. چند تا جوان ایرانی کشتی آقای رفسنجانی به خاطر که جنگ رو طولانی کردی. حالا دخترش شده قهرمان شما؟ دخترش برنامهش چیه؟ دخترش با پسر دزدش که الان تو زندانه یا اومد اینجا با این آقای کی بود همشهری ما؟ آقای که چیه فامیلش هم خیلی عجیب غریبه، کاریکاتور میکشه و با رضا پهلوی و فرح و اینا هست، بعدم معلوم شد که ایشون توی لندن هم با بچه همین دزده، بچه هاشمی رفسنجانی بوده. هست دیگه بابا، بس به خدا، اصلا مغز آدم سود میکشه. خیلی خوشحالم که آقای آریانپور هم اینجا هستن. آقای آریانپور، آقای امیر عباس انتظام، درست میگم امیر عباس انتظام، عباس امیر انتظام، این امیر عباس هویدار ما بود، آقای عباس امیر انتظام، ویدیوش شما نگاه کنید، برداشتتونه به من بگید، آیا ایشون توهین نمیکنه به تمام کسایی که به هر دلیلی از ایران اومدن بیرون؟ یکیش این که زندان آخوند نباشن، این یه خجالته. یکی دیگه که بتونن فعالیت کنن. حالا کراوات زده چقدر مبارزه کرده، کراوات زده نشسته و صندلی چرخدار. نگاه کنید به آقای حسین دهباشی، همش نگاه میکنه که این الان چرت نزنه بیفته. حتی این میخواد حرف بزنه میگه آره شما حرف نزن، بذار خانمت بخونه نوشته ها رو. خواهی این ویدیو رو با یه چشم دیگه نگاه کنید، برید اون ور بشینید نگاه کنید. دستت والا ممنون و متشکر، سردرد گرفتم. فرهاد هم همینجور نشسته، من این چیزی رو که ایشون لطف کرده و نوشته برای شما بخونم که اگر من یه دوستی هم دارم اینجا، یه دب به من گفت که من هفته یه بار یا دو هفته یه بار باید برم سوزن بزنن تو چشمم. اصلا وقتی آقای فرهاد شما یه عکس هم عکس برای من فرستادی، عکست اینجا هم بذار دیگه عزیز دلم، عزیز برادر، اینجایی که نوشته فرهاد زمانیان، عکس خودت هم بذار اینجا، من ببینم این نوشته شما رو میتونم پیدا کنم که برای دوستان بخونم. بله نوشته سلام، توی برنامه هاتون بگید
مواظب بیماری قند باشم، چون من نابینا میشم. بعد میروم بیمارستان فارابی، آمپول میزنن تو چشمم تا کمی بینا تا کمی ببینم. پارسال 16 بار آمپول زدن تا ببینم. ممنون میشم که به بینندگان بگویید هرچند ایرانی ها دنبال جان بولتون هستند و ترامپ تا گوش دادن به پند و نصیحت حتی درباره سلامتش، ولی یه سوال، این مرض قند میگن این کشنده ساکته، چجوری مواظب مرض قندمون باشیم؟ یعنی قبل از این که چیزی باشه بریم یه دستگاه بخریم، یه قطره خون بریزیم آزمایش کنیم؟ پیشنهاد شما چه کاری شما نکردی به این روز افتادی که امروز به من و دوستان باید بگیم انجام بده؟ چون اگه سالی یه بار میریم آزمایش، میگیم آقا هر آزمایشی شما انجام بده، بعدم میگی نتیجه همه خوبه، کلسترول دیگه کم بالاست، اینو بخور فشار خونت بالاست از دست ابهری، اینو بخور باز یه آزمایش دیگه هم انجام بدیم، بگید چیه ما هم چش خوشحال میشیم. اینکه بهتر از اینه که ما منو این جرد دعوا سر خانم فاحشه هاشمی رفسنجانی، او ببخشید فائزه، خب ببینم براتون اینجا چی گذاشت. آها، اون پیامی که دوستمون از کانادا زنگ زده، گفته که درباره عبده و اینا گفته پیام پخش نشه، درباره اسلحه داشتن در ایران گفته اصلا داشتن اسلحه چه جرم انجام بدید، چه ندی محاکمه و اینهاش به اصطلاح مرگه. دیوانگی در خیابان، ببین آقای ابهری، من این دوستمون این ویدیو رو فرستاد، بلا فاصله تا این فرستاد برعکس تلویزیونای دیگه که میان میگن آقا نگاه کنی آخوندا اومدن ما دیوونه شدیم، نه بابا ما از دست از قبل دیوونه بودیم، حالا دیوونه تر شدیم. و این ماجرای این دواهای چی هم بهش میگن روانگردان، یه چیزی بهش میگن، نگاه این ویدیو رو من وقتی نگاه کردم از این وری درست بود، حالا از این وری نشون میده. خدایا بذار نشونت بدیم. نه این تنهاست، یه دفعه هم یه خانمی توی اصفهان یا یه جایی لخت شده بود که اینایی که چیه فوری میگن آقا ببین این میخواد انقلاب کنه فلان. بابا جون یه سری داروهای شیشه و لجن و کوک و اینا تو ایران میسازن، اینا وقتی میخورن اینجوری میشن. بیا حالا اون احمقا به جایی که هی اینو هل بدن، آقا یه کوتی بیار بنداز دورش، بدبخت و بردار ببر، این لابد مریضه نمیفهمه. تازه اگر حالا اینم اعتصاب کرده و تظاهرات کرده ببرش، برای آقایی که برای من اینو فرستاده بود فرستادم، سه روز پیش توی نیویورک یه آقایی لخت شده، بعد هی میرفته خودش هم نزدیک مردم میکرده میمالیده به مردم خودش توی سابوی که میدونی وقتی شما سوار میشی حالا کیف دستته، تلفن دستته، یه دستم بالان، حالا که خوب دستت بالان اونم میاد خودشو لخت میباله بهت. 10 از این فیلم ها هست که تو آمریکا طرف لخت شده. این ماجرای LSD یادتونه؟ LSD مرکزش این آمریکا بوده که میخوردن از بالای ساختمون 10 خودشون نینداختن پایین. موضوع باز برمیگردیم به همون که آقا من کاری به ایران و شیراز، تو کاری به تهران و فلان نداره، این یه مشکل جهانیه، چه باید کردش جهانیه، درباره مشکلات دنیا قرن 21 این باید صحبت کنیم. حالا شما دعوا کن که من و شما، من گفتم آقای این منظورش اینه، شما میگی نه خیر شما اشتباه میکنی منظورش اون. اوکی خب آقای خان بابا تهرانی هم. مثلا این آقای خان بابا تهرانی، این بنده خدا دیگه خیلی زندان خوبی بوده، ایشون تو آلمان هم زندان رفته، یعنی این چیزا هست تو ریاضی میگیم به توان 2، اینجا وقتی میخوام بنویسن یه علامت اینجوری میذارم، اون موقع ما فقط بالاش مینوشتیم 12 مثلا معلوم به توان 12، ولی حالا یه علامت مثل علامت برتر و کمتر هست اینجوریه، اون بالا میزه میشه پاور بهش میگه، مثلا شما میگی 3 پاور 5 یعنی 3 به توان 5. این آقای خانبابا تهرانی اینو فرستاده، اسمش هم ننوشته که مال کی هست و مال چی هست، ولی نوشته که ایران رتبه اول رو گرفته، نوشته ایران، عربستان و عراق 3 رتبه اول در 3 رتبه
سه رتبه اول اعدام در سال 2017. سه رتبه اول که نمیتونم بگیرم، اول دوم و سوم شدم در صورت این. خب حالا آقای خان بابا تهرانی، شما که هم تو اروپا فعال سیاسی بودی، هم تو ایران فعال سیاسی بودی، هم تو اروپا زندان بودی، هم تو ایران زندانی بودی، چه باید کرد؟ حالا تازه باید بریم دنبال خانم فائزه هاشمی رفسنجانی؟ حالا تازه باید بریم دنبال ویدیوهای آقای حسین حسن علی دهباشی که به دروغ اومده به طرف گفته آقا من این ویدیوها رو دارم برای فلانی پر میکنم. ای داده بیده. ساعت 3:56 بعد از ظهر، حالا هر کی با این وقت مخالفه هر چی میگید شما، همون وقت همونه، وقت یه چیز قرار دادیه، اینم از اینو وقتی سیری به تماشا. خب اینم بهتون نشون بدم که اقلن این دل سعید الان تو کالیفرنیا کباب بشه، چون این به من میگه آقا شما زورات چقدر نقل کباب حرف میزنی، از اون و از ترس مینا خانم تو آلمان میترسیم ما راجع به کباب صحبت کنیم. آقا اصلا این برنامه تلویزیون ما برنامه سربی با مردم نیست، برنامه سربی ترسوه. حالا من میفهمم چرا این هوشنگ تی ان تی اسم خودش گذاشته بود، ترسوه، نادانه، چی بود دیگه بگو ببینیم. هوشنگ آدرس تو برام بفرست، آقای ابهری آدرس فرستادی برات یه کتاب بفرستم، بعدم دوباره بیا فرشمون بده. بیا خانم آقایون، هر چی گفتیم همش مزخرف بود، اصلا جدی نگیرین. ما امروز یه کسی پول داده بود بیان وقت شما رو تلف کنیم و این کار رو به خوبی انجام دادیم. از این به بعد گوش کن، حرف حساب اینجاست. خانمی به این زیبایی، نونایی به این خوشگلی، جگر و چیکه نکمان نده، این همه خورای برای چند نفر شما گذاشت اینجا، بی انصافا. ببینید و خوش باشید. این هم حسن ختام برنامه من تقدیم به شما ها. روز روزگار بر شما خوش. تا جمعه امیدواریم جمعه روز بهتری باشه، امیدواریم دوستان مهربونتر باشن تا ما هم اینجا حماقت رو بذاریم کنار و با دوستامون مهربون باشیم. مرسی که با ما بودید، مرسی که با تلویزیون مردم بودید. دوستای عزیزم سلام، خوشحالم که